بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه سربی با مردم. امروز یک شنبه سوم بهمن ماه 1400 برابر با 23 ماه ژانویه 2022. بهمن و ماجراهایی که حالا میاد، دهه فجر و جشن انقلاب و اینها، بعدش هم اسفند، بعدش بهار میاد. پس صبر کنید، این زمستان بگذره و بهار زیبا از راه برسه. وقتی که یه هفته با شما نیستیم، خبرهایی میاد، ما اینجا می‌نویسیم، بعد فردا پس فردا که میام نگاه میکنم، میبینم این خبر دیگه کهنه شده، اصلا به درد نمیخوره. ولی مهمترین خبری که برای ما ایرانی ها میشه دربارش صحبت کنیم، یا شما هم اگر خبری هست که مایل هستید در مورد صحبت کنید، بنویسید روی فیسبوک یا با تلفنی چیزی پیام بذارید و در اون مورد صحبت میکنیم تا جایی که بدونیم. اگرم ندونیم، میریم دنبالش تحقیق میکنیم، میایم میگیم چیزی پیدا نشد، یا میایم میگیم که بعد اینو نمیدونستیم، اینجوریه اونجوریه. و اما در هفته‌ای که گذشت، آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران یا رئیس جمهور جمهوری اسلامی، بلند شد و رفت روسیه. میدونید که اینا شعار میدادن که میخوان کاخ سفید رو تبدیل کنن به حسینیه. اگر کاخ سفید رو تبدیل به حسینیه نکردن، اولا کرملین رو تبدیل به مسجد و به اصطلاح نمازخونه کردن. و صحبت های خیلی جالبی بود در این مورد که آقا اینجا که اینا این کاخ رو از اون خانواده گرفتن، غصبیه. بعدم اگه حتی نگیم غصبیه، بگیم مال مردمه، شما اجازه گرفته بودید از مردم روسیه که رفتید اونجا، بعدم این چه نمازیه که نه قبل از این میتینگ نه بعد، شما نمیتونی به کمرت بزنی، باید همون موقع تنبونت در بیاری یا نمیدونم کفشتو در بیاری تو کاخ کرملین که همه جاش سگ میره و میاد، نماز بخونی. البته اینا جانمازشون همراهشونه. تو شیراز اون وقتا میگفتن کسی که میخواد یه گوی بخوره باید قاشق گوخوریش همراهش باشه. اینا هم به اصطلاح این کار انجام میده. آقای موثقی عزیز، سلام عزیزم، حال شما چطوره؟ امیدوارم صدا و تصویر خوب باشه، چون باز تو برنامه قبلی گفتن که صدا و تصویر سینک نیست، همزمان نیست. ما هم یک صدم صد هزار صد هزارم، یعنی یک دهم ثانیه صدا رو بردیم عقبتر که با لواده. حالا ما که آواز نمیخونیم که بگین مثلا یک داره جای یکی دیگه، داریم حرف میزنیم. اصلا شما تصویر رو ببندید، یه تصویر زیبایی از اون چیزی که دوست دارید بذارید، اون رو نگاه کنید، ما رو گوش کنید و حتما نظر بدید، دخالت کنید در برنامه ها. در مورد نظر دادن، امروز یه ویدیویی بعد از برنامه خودم براتون میذارم از آقای سهراب چمنارا. میدونید آقای سهراب چمنارا قبلا چندین برنامه بر آقای اکبری میگه صدا و تصویر خیلی هم خوبه. آفرین به شما، آدم قانعی هستی، آدم راستگویی هستی، متشکرم، مرسی. آقای سهراب چمنارا یا مهندس چمنارا قبلا هم در تلویزیون مردم برنامه داشتن، بعد ویدیوهایی میفرستادن، ویدیوشون رو پخش میکردیم و یه مدت اینجا نبودن. حالا دوباره تصمیم بر این گرفتن که ویدیوهاشون که خودشون میسازن اینجا ما پخش کنیم و یک آفر یا یک حراج سالیانم گذاشتیم. ما هم شدیم مثل آلمان، بعد از سال نو حراج میذاریم. چی میگو؟ زوندر یه چیزی میگفت، سپیشال زوندر یه چیزی اینجا، خلاص حراج بذاریم برای دوستان. گفتیم هر کسی دو روز در هفته رو پرداخت کنه، ما 7 روز رو براش پخش میکنیم. هر برنامه 20 دلاره، ما شما 40 دلار بدیم، ما 5 روز هم برات مجان. از این بهتر میخوای بلند شو برو عراق. و اما خیلی حرفا دارم امروز، نمیدونم از کجا بگم. بذارید از سهراب چمنارا براتون بگم و لینک ویدیوش رو هم روی فیسبوک بذارم. نه الان، بعد از این برنامه برید نگاه کنید، چون بعد از این برنامه روی مردم تیوی هم پخش میکنیم سهراب چمنارا. ولی این که گفتم شما هم دخالت کنید، آقای سهراب چمنارا توی این برنامه شون
میگه شماها هم بیاین نظر بدین و به اصطلاح یه لحظه دوستان من اینا همش زندان ها بیچاره ایرانیا همه زندان همه بدبختی همه مکافات مرزم اینه که زندان رفتن شده سابقه کار زندان بودن شده افتخار شده حرفه ولی بذارید اینجا رو من به شما نشون بدم آقای سهراب چمنارا ریافش رو یادتون میاد حتما ولی بازم دوباره ما نشون میدیم روی یوتیوب هستن ایشون و www.chamco.net هم اینجا نوشتن و قانون.org آدم فعالی هست برای سن و سالش به نظر من حالا یا وظیفه خودش میدونه یا خدمت میدونه یه کاری انجام میده حالا پسند شما باشه یا نه اونو من قضاوت نمی کنم اونو شما قضاوت میکنید و بعد هم برای ایشون مینویسید من به طور خیلی سریع نوشته ای رو که ایشون نوشته میخونم البته من بارها به ایشون گفتم وقتی شما ویدیو تهیه میکنید نوشته رو خیلی کوتاه توی اون قسمت دیسکریپشن یا توضیحاتت بنویسید توضیحاتش میکنید چون کسی که ویدیو نگاه میکنه معمولا حوصله خوندن نداره ولی این نوشته چون جالب بود من براتون میخونم ایشون نوشته که اپوزیسیون خارج ایران به سرکردگی مریم رجوی و رضا پهلوی مایه خنده اونهایی است که میدونن شرق و غرب میخواهد رژیم غارتگر آخوندی دوام داشته باشه چرا برای من این جالب بود اینکه ایشون نوشته شرق و غرب میخواهن میگن از رئیسی پرسیدن آقا شما گفتید که نه شرقی نه غربی حالا چجوری اومدید تو روسیه که شرقه دارید نماز میخونید با چین که شرقه دارید قرارداد میبندید اینها گفته همونجوری که ما ماه رمزون نگاه میکنیم و دنبال ماه و خورشید و اینها میگردیم و پیدا میکنیم گشتیم تازه دیدیم که بابا روسیه شرق نیست روسیه شماله و ما هم تو شعارامون نگفتیم شمالی نباشه مثل تهرونی ها هست هر جا ولشون میکنی میرن شمال اینم گفته بابا این همسایه شمالی ما هم باید بریم شمال خلاصه رفته اونجا و یک میز دراز و طولانی این ور نشسته اون ور نشسته خیلی ها گفتن این بی احترامی به ایران من نوشتم من و شما باید خیلی ساده‌لوح باشیم که انتظار داشته باشیم کشورهای دیگه به اینا به اصطلاح احترام بذارن وقتی که اینا مورد قبول من و شما نیستن بعدم چه احترامی آقا طرف رفته اونجا دست گدایی دراز کنه دست نیاز دراز کنه کمک بگیره کی حالا احترام بذاره شما بزرگترین احترامی که به یک گدا میتونی بذاری اینی که پول بهش بدی توهینی نکنی چیزی نگی مردی که چرا نمیری سر کار پول رو بدی راحتو بکشی بری حالا ببینیم چه پولی میدی کاخ سفیدی که ملانیا توش نباشه مندال امینی بله آقای اکبری هم میگه چی زوندر انگ بود ها یادمه مینوشت من بادکروسناخ زندگی میکردم از اونجا وقتی پیاده میمدم تا برم توی بانهوف یه فروشگاهی بود این فوسکانگرهای آلمان واقعا شاهکاره فوسکانگر یعنی دیگه با پا قدم میزنید و اینجا میدیدم نوشته بود تابلو گذاشته بود و ببینید ملت ایران حتی در زمان شاه چقدر بدبخت بودن که الان میگن آقا پاسپورتونو میگرفتیم میرفتیم آلمان یه مش گداگوشنه تقلید مقلد میدید اون پسر عمش رفته یه بنزی آورده و گفته اینجوری و اونجور سر راه هم گفته از بلغارستان و ترکستان و فلانجا رد شده دو تا دختر فلانم حالا دو تا پیرزن دهاتی نمیدونم روستاییه که بوگند پهن هم میدادن اینا یه جورابای استارلایت بهشون میدادن یه شب باهاشون میخوابیدن میومد تعریف میکرد که آقا رفتیم اونجا چی و فلان اینا اون یکی بدبخت هم تشویق میشد میرفت با ترس و لرز و خطر و اینها میرفتن یه چیزی میخریدن یه مش بنجال هم میآوردن چیزای زمستونی که دیگه کسی نمیخواد برای نمایش و پوز دادن توی مهمونی ها ولی من وقتی راه میرفتم این تابلوها رو میخوندم و اینها و خیلی جالبه من حتما بارها گفتم چون ما ایرانی ها وقتی یه انقدر هنر داریم کلی قلوب میکنیم گفتم که منی که 22 ماه در آلمان بودم حتی همون ماهای اول از افرادی که 17 سال 30 سال در آلمان بودن آلمانی رو هم بهتر یاد گرفتم هم بهتر مینوشتم و میخوندم بعد بعض وقتا اینا برای من ناهار میخریدن حالا اجرت نمیگرفتیم ازشون برای برگان دولمیچر یا مترجم میرفتم همراهشون این ور اون ور
و حتی معلم آمریکایی من خانم ایلین مکگاورن که مال پنسیلوانیا بود یه دفعه به من گفت که سوربی تو چجوریه؟ من 5 سال اینجا هستم با بچه های آلمانی، با صابخونه آلمانی فلان اینا، هنوز 2 کلمه آلمانی یاد نگرفتم، ولی تو میگی من مثلا 6 ماه 1 سال اومدم اینجا اینجوری صحبت میکنی، آداب و احوال اینا رو میدونی. براش توضیح دادم بهترین کاری که دوستان میتونید انجام بدین هر جا رفتین سعی کنید فوری زبان اونها رو یاد بگیرید و آدابشون رو یاد بگیرید، اونا اینجوری شما رو از خودشون میدونن. بگذاریم، من یادمه خدا بیامرزه آقای محمد خادمی وقتی اومد کلاس آلمانی و با هم دیگه تو کلاس آلمانی بودیم، بعد قرار گذاشتیم عصر بعد از کلاس که با هم صحبت میکنیم فقط آلمانی حرف بزنیم، خیلی هم زور میزدیم، میگو واس من زاگن چی میگم به این، اون که میگفت چی میگم، ولی کلمه رو بالاخره پیدا میکردیم، مترادفش پیدا میکردیم اینا و میگذشت. این ماجرای زوندر انگه بود و امیدوارم که توی حراجی فقط اون چیزایی رو بخرید که لازم دارید. خب قیمتش اومده پایین ولی شما نشین انباری اونها. این برگردیم به ماجرای شرق و غرب و نماز رئیسی در کرملین و آقای چمنارا، ایشون توضیح میده این به اصطلاح مخالفین که نام اپوزیسیون بر خودشان گذاشتن در بین جماعت 10 میلیونی ایران، دوستان هنوز معلوم نیست چند میلیون ایرانی خارج از ایرانه، چون متاسفانه سازمان‌های ایرانی منسجم نیستن، مثل بهائیت نیست که یه جایی ثبت نام کنن انملدون ابملدون همینجوری، یکی میگه 8 میلیون، روز که میخوان بگن ما کمی میگه 1 میلیون، بی بی سی میگه 4 میلیون ایرانی خارج وجود دارن، آقای چمنارا میگه 10 میلیون، چند مدت قبل تا 8 میلیون من شنیده بودم، ولی به هیچ کدوم از اینا نمیشه اطمینان کرد، همش حرف و حدیث روی هم تعداد شد 10 هزار. آها میگه که این دوتا گروه، منظورش شاه اللهیا هست و طرفداران رجوی، میگه این به اصطلاح مخالفین که نام اپوزیسیون روی خودشان گذاشتن در بین جماعت 10 میلیونی ایرانیان خارج از کشور روی هم تعدادشان 10 هزار نفر هم نمیشه. آقا شما خیلی به اینا کردیت دادید، اینا 5 هزار نفر هم نمیشه. بعدم بگذاریم، وقتی علاوه بر حمایت دولت آمریکا رسانه های دولتی آمریکا و اروپا کانال های تبلیغاتی ایرانی خودشان را دارن، عجیب است، نه برای خنده بلکه خیلی جدی به کمک پرچم و شازده و کانال ایشون نشته شازده من میگم شازده و کانال 1 میخواهن رژیم را سرنگون کنن. این دو گروه اپوزیسیون، آقا اسم کانال 1 من، یه احمقی که ادعا میکنه دوست منه، من این آقا رو تو زندگیم دو بار دیدم. بعد یه چیزایی مثلا از من میدونه که من دفتر بیمه داشتم، میگه یادته که اون موقع دفتر بیمه داشتی فلان، اوکی خب یادمه، ولی من تو رو یادم نمیاد، من دو بار تو رو با آقای کشاورزی ها دیدم و بعد سلام، و اون موقع هم زن شکایت کرده بود اینو میخواستن بندازن زندان، این ور اون ور بود و اینا، هر کی هم اینو میبینه میگه معتاده، من میگم نه این فقط سیگار زیاد میکشید. تا اون روز که بحث مو اینا شد گفت موهای من خیلی خوبه، گفتم حتما هر کی هم میبینه فکر میکنه تریاک میکشی، گفت نه آقا کی میتونه تریاک بکشه، تریاک قلمی 1400 دلاره، گفتم خب خوبه قیمتش هم میدونه. بگذاریم، این آقا با من چند مدت پیش تماس گرفت که آقا تو چند میخوای تا من به مجاهده بگم پول جمع کنن به تو این پولو بدن تو به اینا برنامه ندی، آها تو اینا رو نیاری. گفتم کیا؟ گفت اینایی که از مجاهدین جدا شدن. گفتم گوش کن، کلمات رو درست استفاده کن، من کسی رو نمیارم، اونا میان. اینجا یه دفتریه مثل، نمیخوام بگم CNN واشنگتن پست فلان، یه دفتری مثل یه روزنامه ایرانی که تو شیراز مثلا بود، یه نفر پدرش میمیره یه کاغذ مینویسه میاره میگه آقا اینو تو صفحه 7 چاپ کن، تو صفحه 1 چاپ کن، تو صفحه 3 چاپ کن و 1/4 صفحه باشه، نصف صفحه باشه، چند میشه؟ میگیم اینقدر. نه آقا ما ذلیلیم، بدبختیم، ایرانی بازی، تخفیفش میدیم. حالا شما چی میگی؟ اینا شما میدونی برای چی اومدن؟ برای که اول من به برنامه دادم به مجاهدین. آقا مرداد که زنده است، ویدیوهاش موجوده، علی آقا که زنده است از کانادا پول میداد به آقای فیلابی برای من بیاره، $200 میذاشت تو پاکت. مجاهدین برنامه گذاشتن اینجا، احمق نادان. بعد اینا زنگ زدن
گفتن آقا ما هم یه روزی مجاهد بودیم، ما هم یه روزی گوهران بی بدیل بودیم، حالا امروز شدیم مزدوران بی دلیل. گفتیم شما کی هستیم؟ گفتن ما کسایی هستیم که بعدن که فهمیدیم بابا این فرقه کارش اینجوریه جدا شدیم، بیایم حرف بزنیم. گفتیم بیاین. امروز به شما هم میگم بیا حرف بزن. دوستان خودتون خدایی قضاوت کنید. وجدانن خدا کیه؟ وجدانن سلام، من از سر کار میبینم. اتفاقا پریروزا آقای شاهین خان با یه آقای سعیدی، با یه آقای مجیدی صحبت میکردم که ایشون هم تو هامبورگ هتل داره، اگه یه وقتی با هم چی بودی. ولی ایرانی ها رو وقتی با هم معرفی میکنی یا بعد اون گله میکنه که آقا این اومد این گفت من آشپزم، نمیدونم دوتا تخمرغ ما رو سوزون، یا این یکی گله میکنه که آقا رفتم براش کار کردم اون پول من خورد و رفت. عجب روزگاری. برگردیم به این ماجرا. حالا کجا بودیم؟ سهراب چمنارا ویدیوش بعد از برنامه من پخش میشه و تا یه هفتم توی پلیلیست میمونه. آقا شاهین هم از سر کار داره برنامه نگاه میکنه، عاقل شده، بیزینس خودتون رو داشته باشین و گذاشته کنار رفته. برای شما خیلی بهتر کارمند یا کارگر خوب یه نفر دیگه باشین تا اینکه صاحب بیزینس بدی باشین برای خودتون. این تبلیغایی که نشون میده لپتاپشو میاره کنار استخر، یه دختر 20 سالم اونجا نشسته، این لبخند میزنه اون لبخند میزنه، اینا رو بریز تو سطل آشغال. بدترین رؤسا کسایی هستن که بیزینس خودشون دارن. چرا؟ چون رئیسشون خودشونه. سرما بخوره نمیتونه زنگ بزنه بگه نمیام سر کار، نمیدونم. حتی خانمش میگه آقا داری مریض میشی، نرو سر کار، مردمو مریض میکنی. میگه اجاره رو که میده، مورگیج ما خونه رو که میده و الی آخر. خلاصه آقا کار خوبی کردی، دیگم از این هوسا به سرت نزنه، برگردی بیزینس خودت. شما چون جنریشن اولی هستی که از ایران مهاجرت کردی، همین که یه زندگی نسبتاً خوبی برای زن و بچه فراهم کنی، کلات هم بنداز بالا. خب حالا لازم نیست شما زندگی خوبی برای زن و بچه رو فراهم کنی، ممکنه همسرت به اصطلاح کار کنه، شما بچه داری کنی فلان. نه، در هر صورت همین که یه سقفی بالای سرتون باشه، سقفم را لازم نیست مال خودتون باشه، خونه 5 تا 6 تا اتاق باشه، همیشه 4 تاش خالی باشه، خونه باشه پر از محبت به جایی که پر از سردر. در هر صورت این دوستمون هتل داره، اگه وقت خاصی اسمش رو برات میفرستم، برو نگاه کن اینا. ولی همینجا در حضور این دوستان من نه شما رو استخدام میکنم برای اون، نه اون به من گفته کسی رو میخواد. ولی بعضی وقتا بهتره باز اقلا با هموطن خودش آدم کار کنه. اگه گوشت آدم رو میخورن طرف گو استخونش هم میندازن جلو سک، وقتا هم بدن اگه گوشتمون میخوره استخونمون دور نمیندازه، بمانه. خب این از این. داشتیم راجع به آقای سهراب چمنارا میگفتیم و نوشته ایشون میگه عجیب است، نه برای خنده بلکه خیلی جدی، به کمک پرچم و شازده و اینها میخوان رژیم را سرنگون کنن. این دو گروه اپوزیسیون نه تنها محبوبیتی در داخل ایران ندارن، بلکه هر دو مورد تنفر توده مردم هستن. تا زمانی که رفسنجانی زنده بود به واسطه سید حسن حسین خمینی، رضا پهلوی را بهترین اپوزیسیون خارج دانسته و با او رابطه علنی داشتن. رضا پهلوی با ماشین، ایشون هم میگه با ماشین رفته دنبال این آقا، آقا رو برشته برده خونه، چای آورده مثل پیشخدمت ها به این میده، دو سه روز هم اینجا بود رفت. و آدم احمقیه این رضا پهلوی. اتفاقا یه نفر اومده بود تو صفحه آقای اکبری، آقای اکبری چیزشو نگاه کنید، این فیسبوکشو اینا کار قشنگی میکنه، عکسای میذاره، ویدیوهای میذاره، یه طنزایی میگه گاهی وقتی که خیلی جالبه و اینها. ولی بعضیا این چاپیتشا از دهنشون نمیفته. طرف اومده یه توتی رو نشون میده، یه خانمی توتی بوسش میکنه، سگ خانمه حسودیش میشه میزنه این توتی رو، اونو احمق مادزش نشه جاوید شاه. من نوشتم ایشالله یا انقدر احمقن و ندارن یه جایی. آقا رضا پهلوی یه جایی باز کن احمق جون، یه وبسایتی، یه تلویزیون لکنته‌ای که این چهار تا پیرپاتاری که موندن و دو سه تا جوان نادانی که بابا مامانشون به دروغ توضیحات علکی دادن، اینا رو یه جا جمع کن اقلا. بابتشون هم برو از سازمان ملل، از نمیدونم سیاه پولی ماهیانه دریافت کن. این هم از این. آقای اکبری نوشت من برای اینا هی می‌نویسم شقایق چی کار این میگو گودرزی چی کار شقایق داره دیگه، همه میدونن آقا گوز چی کار شقایق داره. گفتن اتفاقا خیلی گودرزی به شقایق معروف مربوطه، چون
از فشار این گودرزی ها اینا شریقه هاشون دیگه کار نمیکنه، چون میدونی شما اینجا حساس ترین نقطه است. چی میگن؟ مخچه؟ نه مخچه که اون بالا یه چیزی میگن که میزنن میفته، طرف تو فیلم هم دیدی مثلا تای تپانچه رو میزنه اینجا میفته و اینا، و به این سادگی هم نیست. فکر کنید اینجوری میتونید هر کسی رو بیهوش کنید، ممکنه طرف بمیره قبل از اینکه بیهوش بشه بمانه. خلاصه برگردیم با این مجاهد. این مجاهد همونی که بهتون گفتم که زنگ زده به من میگه سربی گلریزان سازمان مجاهدینه، من میخوام به اسم تو و تلویزیون مردم $200 بدم به اینا. میگم آخه چه کاریه این؟ شما $200 بده به تلویزیون مردم، من ویدیوهاشون رو پخش کنم. میگه نه گوش کنید دوستان، خود این احمق به من میگه بهش گفتن اسم 22 نفر رو بده، یعنی اصلا الکیه، پولی نیست، کسی نیست. اسم 22 نفر رو زنگ بزن بگو من حسنم، من تقیم، من نقیم. گفتم خیلی خوبه، اول شروع کن با این 12 تا امام، بعد 14 معصوم، بعد اون 5 چیچی آل عبا بود چیچی بود با اینا، و اینجوری که معلومه انقدر سازمان مجاهدین بیرون میمونه که به 125,000 124,000 پیغمبر هم احتیاج پیدا خواهد کرد تا دروغی زنگ بزنن و بگن ما حمایت میکنیم. حالا این همه حمایت کردن کجا رسیدن؟ فاصله شون که از عراق دورتر شد، رفتن آلبانی. ولی اینا نمیفهمن، انقدر آقا حرف مزخرف زد آخرش کارمون به فحش و فحشکشی رسید. منی که انقدر هی با این با سعی میکردم ملایمت، صبر، منطق صحبت کنم، ولی اینا اهل منطق نیستن. و چون اهل منطق نیستن، بزرگترین اشتباه اینه که شما دهن به دهنشون بشی یا نمیدونم یا سر به سرشون بذاری. بذار آقا برن. این آقای شبستری بنده خدا حرف قشنگی نوشته بود، میگو که یاد گرفتم که با احمق کلکل نکنم. حالا انشالله آقای شبستری هم حالش خوب بشه و بتونیم یه وقتم با ایشون صحبتی داشته باشیم. دوستانی که منو میشناسن و از حال ایشون میپرسن از من، منم از دوستی که گهگاهی میره دیدنش حالش میپرسن، میگه حالش خیلی وخیمه و اصلا قدرت حرف زدن و اینها هم نداره، فرزاد شبستری. ولی من تعجب میکنم که چرا فرزاد شبستری درباره این بیماریش و این دوره‌ای که الان به اصطلاح در منزل و در بستر و اینها هست روی فیسبوک چیزی نمی‌نویسه. البته 60 تا برنامه توی تلویزیون مردم داشت، اون 60 تا برنامه رو ویدیوهاشو میذاره. برای که یادی هم از ایشون کرده باشیم، اولا بیاین صفحه فیسبوک آقای چمنارا رو نشون بدیم. دوستان اینجاست آقای چمنارا، بیایم 16:9 کنیم که اندازه تصویر بشه. اندازه همون هم ریخ به هم امروز، نمیدونم والا چه کار کنیم دیگه، ما پیر شدیم، این پروگرام ها هم به همون زور میگن. این صفحه آقای سهراب چمناراست. خیلی راحت سهراب چمن آرار هم کار خوبی کرده، آر با بزرگ نوشته که شما بفهمید چمن اینجوری یه تیکه نیست. خب اینی، ولی آقای فرزاد شبستری رو هم به شما نشون بدم. فرزاد شبستری و یکی از چیزهایی که فرزاد شبستری داره و داشت همیشه اینه که خیلی صحبت میکرد، خیلی اینور اونور میرفت راجع به اصطلاح کلاس‌های مختلف و اینها، و الان من خیلی متاسفم که ایشون نمیتونه صحبت کنه. در صورت فرزاد شبستری ریل استیت اسپیشالیست، یعنی کسی که تو کارهای به اصطلاح خرید فروش و منزل و اینها هست. این اکثر رو نگاه کنید، این خیلی جالبه، این تفاوت حقیقت با واقعیت رو میخواد بگه که من و شما ممکن دوتا اون تصادم کنیم سر یه چهار راه، واقعیت یه چیز دیگه است، من یه چی میگم، شما یه چی میگه، ماها داریم حقیقت خودمون رو میگیم، ولی بعضی وقتا یکی که شاهد اونجا میاد اون واقعیت رو میگه. اینه که معمولا میگن هر داستانی سه سمت و سه سو داره. ما تا چند مدت پیش میگفتیم دو سمت و سو داره، یکی سمت من، یکی سمت شما، ولی نه، یکی سمت منه، یکی سمت شماست، که هر دومونم فکر میکنیم داریم حقیقت میگیم، یکی هم سمت واقعیت. چند روز پیش یه دوستی من زنگ زد، یه دفعه ایشونو من یه دفعه ملاقات کردم، ولی خب آدم خوشبیانی و اینها، و
گفت که اون دفعه که صحبت کردیم شما راجع به یه دوستی صحبت کردی و به من گفتی که خیلی حرفایی که این میزنه همه رو قبول نکن، فقط شنونده باش. و من گوش ندادم و بعد رفتم باهاش شریک شدم و اینجور شدم و اونجور شدم و اینها. دوستان تو این شریکی و معامله و اینها خیلی مواظب باشید، با یه دست دادن سفره دلتون رو باز نکنید. سعی کنید تو کشورهایی مثل آمریکا، اروپا و اینها از لحاظ قانونی $200، $300، $400، $1000 به وکیل بدید. بهتر از اینه که بعداً دوتاتون برین $20,000، $30,000 به وکلا بدید. اتفاقا دیدم که الان تو ایران هم این وکیل و وکیل کشی رسم شده و طرف نوشته بود استخدام وکلا گرونتر از استخدام دکترای جراح هست. اون یه بار یه نرخی بهت میگه، میگی میره، این وکیلا بهت میگن تو فعلا اینقدر $1,000 یا تومن بریز به حساب، بهش میگن ریتینینگ، تا بعد پدر صاحب بچه رو در بیاری. آقای شاهین فاتحی هم اینجا هستن. شاهین فاتحی هم یکی از اونایی هست که خوب می نویسه و نوشته هاش هم معنی داره. اون تمورس زمانی هم همینجور. در صورت مخوشحالم این دوستان به اصطلاح دلگرمی ما هستند. و اما در هفته‌ای که گذشت، در گذشت دکتر علی مقتدر هم بود. آقای مقتدر اگه اشتباه نکنم اصلیتش کرمانشاهی و کرد بود، ولی انقدر آدم با اصل و نسبی بود که حتی تو آمریکا بعد از این همه سال هنوز با آشپزخونه میگه مطبخ. بعد میگه خب اینجا جاییه که خوراک تبخ میکنن. خیلی نقاش هم هست، دکتر هم بود. اینها در صورت فوت شد. همسر ایشون خانم فهیمه فروزش مقتدر که ایشون هم هنرمند هستن و هم فعال سیاسی و خیلی فعالیت های انسان دوستانه هم دارن. به خانم مقتدر یا خانم فروزش تسلیت میگم، به خانواده ایشون تسلیت میگم و به اصطلاح یاد آقای دکتر علی مقتدر هم گرامی با. دوستان عزیز یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که امروز سوم بهمن 1400 است، برابر است با 23 ژانویه 2022 و یک شنبه است، ساعت 2:27. یک ساعت و 3 دقیقه دیگه میریم با آقای فرزاد نیساری خواهیم بود تا ببینیم ایشون، فکر کنم حشمت طبرزدی هم لور باشه، چون حشمت طبرزدی فامیله با مشیری، این چیزی که من شنیدم بهرام مشیری و اینا همشون به اصطلاح لور و اینها هستن. و دوستان اگر جنبش شادی این آدم نابکار زاکری نتونست به جایی برسه، جنبش قابلمه و قاشق زنی یا به قول آقای فرهاد زمانیان قابلمه، میگه این حشمت طبرزدی به قابلمه هم میگه قابلمه، ما شیرازی هم میگیم قابلمه. در صورت ایشون نشسته و چیز میزنه. آقای کردار سلام، دیروز میخواستم به شما زنگ بزنم، بعد گفتم بابا ول کن مزاحمش میشم، چیکارش دارم. در صورت خوشحالم که اینجا هستید. دوستان آقای مسعود کردار، ما ازش قول میگیریم که یه روز ایشونم بیاد و این ماجرا که میگن چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من، بیاد پرده برداره از این جنبش هایی که اومدن مردم رو آمریکایی میگن فول کردن، فریب دادن، بعد بی اساس و بی پایه شد این اپوزیسیون. اینی که امروز آقای سهراب چمن آرا میاد این فیلم رو پر میکنه و ویدیوش بعد این برنامه میبینید، به خاطر افرادیه که آقای کردار از داخل اونها خبر داره. کی بیاد نمیدونم. میگن که میزدیم ما خوشحال میشدیم، منظورشون تماس تلفنیه. میگن زنگ میزد. حقیقت شو بهتون بگم، یادم افتاد که این آقای حمید چیز نجاری وقتی از آریزونا میرم آکشن 2-3 ساعت با رانندگی میکرد، هی زنگ میزد به ما. بعد من پیش خودم میگفتم خب این خودش بیکاره، فکر کنه ما هم بیکاریم، اون داره رانندگی میکنه برای اینکه خوابش نبره، میخواد با یکی حرف بزنه، ولی ما کار زندگی داریم. من همون موقع به خودم گفتم من این کارو نمیکنم، حالا که من وقت دارم دارم رانندگی میکنم، زنگ نمیزنم به یکی یکی دوستان و وقت اونها رو بگیرم، اونا ممکنه کارو زندگی داشته باشن، زندگی دارن، کارم داشته باشن. خب مسیح ابراهیمی، این مسیح نکنه از اون مسیحای قلابی علی نژادی باشه. در اصل دوستان بذارید با لیست بریم پایین. جنبشه
حشمت الله تبرزدی قابلمه و قاشق. واقعا اینا خجالت نمیکشن؟ چجوریه که یه جوونی رو میگیره ایران، طرف فیزیکدان، بعد دو سه ماه زندانش میکنن، بعد دو سه سال اعدامش میکنن، ولی اینا سالها هی میرن تو هی میان بیرون. اون یکی نوریزاد که آبروی خودشو برد با اون ویدیوی تقلبی درست کرد از آزادیش لنگ میزد، بعدا معلوم شد بی اسا میتونه حتی برقصه و راه بره، زخم و ایناش معلوم شد ملک و کرام و نمیدونم چی میگن روغن چی رنگ دیوار بوده بمانه. اون یکی، این یکی دیگه که دیگه خودتون بهتر از من میدونید. منم یک رفیق شیرازی در برلین دارم 50 سال به ارتش، میگه قشون. آقای اکبری داداش بزرگ من که از من 5 سال بزرگتره هنوز به اجاره خونه میگه قله، قله خونه. شما میدونی قله کی میدادن؟ موقعی که معاملات چی میگن اینجا میگن بارتر، یعنی مثلا من به شما جو میدم، شما به من مثلا میوه میدی، یه پایا پای یه چیز اینجوری میگن، یه چیزایی که رد و بدل میکنن، پول نبوده اون موقع. این داداش ما هنوز به اجاره منزل میگه قله، میگه باید تا فردا مثلا قله مغازه رو بدم بره بمانه. در صورت بوشون خب ارتش بله، اینا کلماتی که اب نداره، آدم هرچی بیشتر بدونه نشون میده فارسیش بهتر. خب اژدهای سرخ به اضافه بلعیدن ویدیو، نوشتن بلعیدن ایران ویدیو و حمله به قطار. حتما شما هم یادتونه تو فیلم ها وسترنی که ما میدیدیم چند تا از سوار میرفتن بالا یه تپه وای میسادن، وقتی که قطار میمد معمولا اونجایی که تو سربالاییه، میدونی چون قطار نمیتونه خیلی سربالایی بره، یه تعدادی مثلا 8 دیگری 8 زاویه 6 دیگری چی میگن 6 درجه باید داشته باشه، ولی با همه اینا وقتی خیلی طولانی میشد یه جایی که دیگه این پت پت میکرد و دود سیاه بلند میشد، اینا با اسب میدویدن میرسیدن بعدوش در باز میکردن میرفتن بالا چیار مینداختن پایین، یا حتی میرفتن تو قسمت لوکوموتیو یا کنترل کننده چیز یا راننده قطار هرچی بخوان اسمشو بذارین، اونجا قطار رو نگه میداشتن، پولا رو میبردن، وسایل رو میبردن. شما باورتون میشه در قرن 21 بزنید گوگل کنید، یکیتون بزنید گوگل کنه لینک چی بذاره اینجا، میان قطارهایی که چیزای آمازون و اینها داخلشه حمله میکنن، ور میدارن، پاراپورو میکنن، بعد طرف گفت مثلا این آزمایش تست کرونا، طرف گفت خب اینکه نمیخوام انداختش اونجا. نامه های مردم، وسایل مردم که خریدن توی ایستگاه های قطار رو نمیدونم جاهایی که اینا نسبتا سریعتر میتونن دست برد بزنن، و آمریکا شده همون وایلد وایلد وست، یعنی غرب وحشی وحشی، و چه باید کرد نمیدونم، باید صبر کرد و دید. اینجا نوشتم فرزاد نیساری 3:30. و اما دوستان راجع به کووید و آزمایش شد، دولت آمریکا از 19 به همت آقای بایدن و با یک کار خوب که ترامپ انجام داد و یه پول زیادی رو اختصاص داد به این کووید و اینها، دنبالش الان این شده که 400 میلیون کیت یا بسته‌ای که برای آزمایش کووید هست در اختیار مردم قرار میدن مجانی. خیلی هم ساده است، میری covidtests.gov، این گاو گاو نرواده نیست، گاورنره، میری covidtests.gov، اونجا آدرس تو که میزنی اینا برای 4 تا چی میفرستن. البته اولی سال اینه تو خیلی از خونه ها 10-15 نفر زندگی میکنن، اسپانیش های بیچاره 20 نفر 27 نفر یه جا، حالا اونم لابد یه راهی برش میذارن. ما تا زدیم آدرس نوشت UPS برای USPS، UPS شخصیه ولی USPS United States Postal Service این دولتیه، قراره برامون بیاره. اینو گفتم به عنوان Public Service Announcement، دوستانی که هنوز خبر ندارن، به غیر از اینکه واکسن در آمریکا مجانیه، تستم مجانیه. دیدم پتیگ نوشته دونه به جای $25 هم رفته خرید دونه $50، من بهش گفتم من الان احتیاجی ندارم نمیرم صبر میکنم، و الان 4 تا میدن مجانی. و اما این آقای بکتاش آبتین، نمیدونم فامیل هست با به اون کیه
که چی آبتین، بهرام آبتین، نمیدونم فامیل هست یا نه. یک میدونید که بنده خدا بار دوم کووید گرفت و فوت شد. خب خیلی هم اعتراض میکنن که نرسیدن بهش، نه به موقع رسیدن نه به اندازه، چون تو زندان بوده. حتی خانم شیدا شیدا یا اجازه بدین اسمای محبوبه شیدا یادم میره، با خدا دیگه دیوانه شدیم ما. بذارید ببینم، شیوا محبوبی که من یکی دو بار با ایشون مصاحبه داشتم، خیلی هم فعال هستن، نوشته بودن که ما محکوم میکنیم و اینا. نوشتم برای من خیلی جالبه، بچه ها تو ایران داروگیرشون نمیان، تو بغل مادرشون تو خیابون تو سرما دارن اعتراض میکنن. اون وقت شما از یک چنین رژیمی انتظار داری که سرویس بده به زندانیا، زندانی که این هر روز آرزوش اینه که این از بین بره. آخه بدونید شما وقتی انتظار بیجا داشته باشی اون سرویس به شما ارائه نمیشه. مثل که من مثلا از شیراز شب بلند شم بخوام برم تهران، اتوبوس میره آباده دم یه قهوه خونه ای، اینایی که اتوبوس ها باید میسادن خوراکاش خیلی افتضاح بود، اونجایی که کامیون ها باید میسادن خیلی خوب بود، ولی جا نداشت برای 40 نفر، 50 نفر، 8 اتوبوس، 200 نفر. خب این بره اونجا وایسه، بعد ما انتظار داشته باشیم تمیزترین توالت داشته باشه، بهترین خوراک داشته باشه. خب این نشون میده که ما آدم بی خودی هستیم، انتظار بی خود داریم از یه قهوه خونه ای که این تو 3-4 ساعت میخواد 300 نفر رو. البته آقای سامانی توی استقبونات واقعا این رستورانایی که زده بود تمیز مرتب، چندین اتوبوس از شیراز که میرفتن استقبونات وای میسادن همه رو سرویس خوب و اینها راضی. ولی شما میدونی راننده اتوبوس ها چی میگفتن؟ راننده اتوبوس ها همون اولی که هنوز تو پارکینگ داشتی سوار میشد اینا، میگو ببینید من هر شب تو این راهم و باید تو این قهوه خونه خوراک بخورم، ولی شما یه امشب هستی، اولا میتونید نخورید، دوما میتونید همین الان برید پایین یه نون پنیر ساندویچ چیزی بگیرید. نمیخوام وقتی شما میرید اونجا بعد یکی بیاد بگه دل درد گرفتم، نمیدونم فلان شدم و الی آخر. اینم ماجراهای ایران و اینها. خب دوستان عزیز ببینم دیگه اینجا براتون چی دارم. شوخی زینب موسوی ویدیوی توی لینکدین، این خانم رو من قبلا هم دیدم، بذارید ببینم میتونم ویدیوی لینکدین رو براتون نشون بدم. این شوخیش درباره نماز این آقای رئیسیه. رئیسی هم مردکه چه شکمی داره، مثل این چی دلفین، نه اون یکی چیه، پنگوئن ها که اینجوری دارن میافتن عقب، از بس شکمشون چاقه مجبورن عقب عقب را برن. آخوندها وقتی هم این امامه رو میندازن، چی میگن، عبا رو میندازن، چون پیرنشون مثلا سفیده این جلو، ولی امامه اینجوری هم را میرن عین این پنگوئن ها هستن. ولی حیفه که آخوندها رو با پنگوئن مقایسه کنیم. پنگوئن یه حیوان خیلی با معرفتیه، مخصوصا در رابطه با خانه و خانوادهش. حتما این فیلم مارچ آف پنگوئن، مارچ اینجا به رژه و قدم زدن و اینا مارچ میگن، ولی مارچ آف پنگوئن رو حتما ببینید. و اگر اشکتون در نیامد حتما برید یک دکتر قلب ببینید، چک کنه ببینید شما قلب دارید یا ندارید. و اما این فیلم رو من ببینم میتونم پیدا کنم. من هنوز توی لینکدین نمیدونم که کجا ویدیوهای خود منه یا کجا چیزایی که خود من میذارم اونجا. برای چی اینا از بس پدر سوخته ها از این ور از اون ور چی چپوندن داخلش، چی میگن. نگاه کنید مثلا شما میای این لینکدین، بذارید من اینم براتون خاموش کنم که وقت بیشتری داشته باشیم، شاید یه چیز شما به من یاد بدید، ما که خسته شدیم از بس به شما یاد بدیم. این لینکدین اینجا قرار بوده برای کار و کاریابی باشه، ولی الان مثلا این خانمه نوشته از روز زن تا روز زن، نمیدونم روز مادر فلان اینها. ما ایرانی ها پیرو هیچ قانونی نیستیم، هر کاری دلمون بخواد انجام میدن. خب حالا ویدیوهایی که من میذارم یا شیر میکنم با دیگران، دوستان کجا باید باشه؟ اینجا نوشته مای نتورک. خب اینا که نیست، جابز، نمیدونم مسیجز، نوتیفیکیشن، می، هیچ کدوم از اینا نیست. اونی که من شیر کردم با دوستان اون کجاست؟ چون من این ویدیو رو وقتی دیدم، دیدم ویدیوی خوبیه گذاشتم. قدیما اینجا شما پروفایل بود، تو پروفایل که میرفتی میزدی
چیزایی که خودت نوشته بودی، ویدیوهایی که خودت نوشته بودی میتونستی پیدا کنی. ولی الان نگاه کنید، مینیسه سرچ، بعد اینجا میده فلان هرچی، لایو استریم، چنل، گروپ، ایونت، و اینجا مثلا ننوشته اون ویدیویی که من گذاشتم کجا هست. درصد یه ویدیویی اگه دوستان بتونن پیدا کنن مال یه خانمی به نام زینب موسوی راجع به این نماز، نماز موسوی نه، نماز رئیسی، خیلی قشنگ حرف میزنه و میگه خب من که رفتم اونجا، این دیدار ما با این هیچ ارزش سیاسی نداره که اونا راجبش حرف بزنن. بزرگترین فکری که کرده این بوده که اگر اونجا وایس نماز بخونه شاید این خبرساز بشه، 4 تا عکس هم این ور اون ور پخش بشه. حالا شما اینو داشته باش. از اون ور یه نفر نوشته بود این دست گلی که گذاشتن 3 سانتی متر به طرف پوتینه و میخواد قدرتشو بگه، مثلا کپه ترازو یا کفه ترازو. در هر صورت این ور میز، اون ور میز، دو تا مترجم نشستن اون وسط دارن صحبت میکنن. نتیجه این دیدار چه بوده و چه خواهد بود من نمیدونم، همونجوری که نتیجه قرارداد چین رو ما هنوز نفهمیدیم چی بوده چی نخواهد بود. با آقای علیرضا سلیمانی یک کلکل کوتاهی داشتم. خیلی بده که بعضی از این دوستان هر حرکت جمهوری اسلامی رو میخوان سهه بذارن روش. یکیش هست آقای داریوش سجادی، یکیش دوستمون آقای علیرضا سلیمانی. و آقای علیرضا سلیمانی میگه که خب این قراردادها خیلی چیزای سری داخلشه. گفتم آقا شما درست میگی، میخوان اسلحه بخرن، تانک بخرن، فلان کنن، اونا رو ول کن. 4 تا چیزیش که عمومی مردم میتونن ازش با اطلاع باشن، اقلا اونو به مردم بگیم. از اون طرف اخبار پخش میشه که این ماشینا که تصادف کردن، 59 تا ماشین، یه دونه ایربگش هم باز نشد. میگه برای اینکه الان این ماشینا وسایلشون یا وسایل اولیه‌شون، دیگه وسایل یدکی که نیست که، وسایل اولیه‌شون چینیه. قبلا صنعت چین در صنعت که نداره، ماشین سازی ایران، در این ماشین فروشی ایران 0.5% سهم داشته، الان شده 8% و به زودی میرسه به 40%. یعنی بعضی ماشینا رو به اسم ماشین کرمان و ماشین مدیران و اینا همشون چینی هست. همونجوری که شاه هیلمه رو به اسم پیکان به مردم غالب کرد، اینا همون کار رو دارن میکنن. و من بارها گفتم این آخوندا دنباله حکومت ننگین پهلوی هستن. این آخوندا بچه های خلف فرع و شاه هستن. حالا شما هی بگو شاه که بود گل بستان بود، نبود. اگه بود که مردم احمق نبودن. اگه قبول داری گل بستان بود و مردم احمق بودن، خب احمق. این مردم 57 سال زیر دست 2 تا پهلوی بزرگ شده بودن. چه افتخاری برای شاه هست که یک ملت احمق بار آورده بود. چه حیف که هیچ کدوم از اینا وجود و خاصیت و جرأت و شهامت اومدن و صحبت کردن رو ندارن. فقط یه چیزی بنویسن، یه خبر دروغ بذارن، در زمان شاه نمیدونم اینجوری بود اونجوری بود، و همش دروغ. شاهی که فکر میکرد ایران تهرانه، تهرانم حالا از شمیران چیه، همون هر کجا که این قصرها بوده، نمیدونم نیاوران و فلان اینها، و نمیدونست چه خبره. و با نادانیش کاری کرد که هم ریشه، هم تیشه به ریشه حکومت و به اصطلاح سلطنت زد، که اونو از قبلها شروع کرده بود. همه بهش گفته بودن تو بیا سلطنت کن احمد، حکومت نکن، بلد نیستی، حکومت رو بذار دیگران، سرزنش رو، مسئولیت رو بذار دیگران، خودت برو حال شو. و هم به اون به خودش لط میزد، هم به اون. ولی این وسط این رضا پهلوی سود خوبی برده. خودش که میگه 62 میلیون دلار، آقای چیز میگه 100 میلیون دلار، خیلی بیشتر از اینا بوده آقای چمدارا. در صد آورده و عشق میکنه و خورده و خوابیده و تا امروز هم هیچ کاری انجام نداده. خب برگردیم به سوال اولیمون، چرا به روسیه شرق میگن؟ شما میدونید که تا چند مدت پیش میگفتیم این اورینتالا، اورینتالا همین یعنی چینیا و اینا، اعتراض کردن گفتن که این اورینتال نیست. بعد میگفتن خاور دور. آقا منظورت از خاور دور چیه؟ اصلا منظور شما از شرق و غرب چیه؟ شما اینجا وایسادی خودت رو
همه شدن ملا نصرالدین، خودشون رو گذاشتن معیار، میگه من اینجا هستم، این ور غربه، این ور شرقه. خب نه، تو اگه بری اون ورتر دوباره این بشه غرب اون شرق که نمیشه، برمیگرده. این هم یه ماجرایی که همچنان ادامه داره. بعضی ها حتی میگن تمام این ایمجینیشن یا تصوراتی که ما از کره زمین و یکم کجه و این دور اون میچرخه و اون دور این قربون سبزه میره، میگه همه اینا غلطه. همون جوری که شما میدونید عدد پی یا پی که جدیدا یه تلفنی هم میاد به اسم پی که تسلا میسازه، خود این عدد هم تازگی ها ثابت کردن که این عدد 3 و 14 نیست. بله میدونم اونایی که ریاضشون از من بهتره میگن 7-8 رقم ممیز پشت، ولی اون عدد هم میگن نیست. به همین خاطر اشتباهات داره انجام شده در رفتن این سفینه ها به کرات دیگه، و میبینید که هر از چند تایی یکی دو تاش گمگور میشه و منفجر میشه. و اما راجع به سفینه هایی که میرن بالا یا جرایی هایی که انجام میشه، تا یه سفینه میره بالا دو نفر اسم میسن که فلانی و فلانی توی ناسا در این امر بودن. آقا خانم ایرانی، پاکستانی، هندی، چینی، کره‌ای وقتی تو آمریکا میان کار میکنن، وقتی مخصوصا یک جای کارهای مهم دارن که از سکیوریتی های بالایی باید به اصطلاح داشته باشن تا سر اون کار باشن، اینا دیگه آمریکایی هن، ایرانی نیستن. خیلی هاشون ممکنه به شما نگفته باشن ولی پاسپورت ایرانیشون رو اول باید تحویل بدن. حتی من دیدم امروز در رابطه با تصادفی که این آرنولد خره انجام داده، طرف نوشته این آقای اتریشی، اون نوشته نه آقا این آقای آمریکایی. آقا این آقای اتریشی آمریکاییه، یعنی اتریش دنیا اومده اینجا، جوان که بوده گرین کارت گرفته، بعدش هم سیتیزنشیپی گرفته. حتما شما میدونید اون جراحی هم کردن قلب خوک رو به انسان زدن و فلان اینا، دوباره اسم چند تا چیز ایرانی اومده بود از اون، و اسم چند تا جاج یا قاضی یا داور اومده بود برای نمیدونم فلان مسابقه. آقا به این چیزا دلخوش نباشید که آب و برق را مجانی میکنیم. مثلا گفت طرف که اومد گفت چی شده، گفت آقا این شیمیایی کردنش بود، یکی فیزیکلی کرد. خلاصه خب داریم ببینیم چی شد اینجا. بله، حمیدرضا زاکری یا این سلیمانی پاک هفته پیش یه نفر برای من نوشت آقا این تو تلویزیون شما برنامه داشت چی شد و اینها. بعد یه خبری بود که مال چند سال پیش بود و بعدش شما اسم اینو بنویسید، توی گرجستان گویا زندان هست از 2019 به مدت 17 سال. تا اینجاش تعجب نداره، چون یه آدم لات، دروغگو، به اصطلاح خطاکار، همه اینا بود، اوکی؟ و معلوم بود سون و لیدر، زود یا دیر، به اصطلاح یه بار جستی ملخی، دو بار جستی، آخرش تو دامی به دام میفته. اول پسرش تو کانادا به دام افتاد برای مواد مخدر، بعد خودش گویا داستان یه قتله. ولی این وسط یه آقاییه که من دو سه بارم باهاش صحبت کردم، حتی منزلش رفتم، اینجا میخواست سناتور بشه، آقای کنت تیمرمن. و این آقا کسیه که این زاکری را آورد، گفت زاکری مدارکی داره که میگه سپتامبر 11 و ایران و جمهوری. آقا دیگه آخه تیمرمن خجالت بکش، گروه بررسی خودتون گفت اینا همه مال عربستان سعودی بودن. همین ترامپ احمق، برید ویدیوش هست، دو سه روز بعد از این ماجرا میگه این سعودی اینا رو باید بگیریم، ولی دیدید که بعدا انقدر بهش پول دادن که اولین مسافرت رئیس جمهوریش رفت اونجا، صحبت از ترامپ شد. عین چی میگفتن اون وقتا، قورباغه رو میندازن توی آب داغ، بیچاره هی میپره بالا و اینا جلز و بلز میکنه، یا یه چیزی سردی رو شما میندازید توی روغنی، اولین صدایی که میشنفی اینه که جلز و بلز. ترامپ و خانوادهش الان توی روغن داغ دارن جلز و بلز میکنن، چون سوپریم کورت گفت نخه، شما نمیتونی جلو پرونده ها رو بگیری، این خانه کاخ سفید خانه مردمه و شما برای مردم کار میکردید و همه این کاغذ ها، همه این صحبت ها در اختیار این گروهی که دارن به بررسی میکنن به جانوری سیکت، و معلوم شده که اصلا اینا رو کاغذ هم نقشه و دستور کودتا رو کشیده بودن، فراهم کرده بودن. حالا حتی دختر
ترامپ هم ازش خواستن داوطلبانه بیاد. اینا اول میگن داوطلبانه، ولی اگه شما نری بعدش احتمالا سپینا میکنن. سپینا موقعی که شاهد رو به دادگاه فرا میخونن یا دعوت میکنن. دوستان من چون وقتی یه چیزی یاد میگیرم دوست دارم به دیگران هم یاد بدم، اجازه بدین اینو به شما یاد بدم که وقتی که ماوستون رو، مخصوصا ما اینجا چون 4 تا کامپیوتر داریم و بعضی وقتا این از این مانیتور به اون مانیتور به اون مانیتور به اون مانیتور آخری ماوسمون میره، بعد که برمیگردیم یادمون، یعنی پیداش نمیکنیم. دلیل چه اینه که سفید رو سفیده. من روز یکم راجبش خوندم ببینم یه جایی هست که یک کلید درست کنه که شما این کلیدی که فشار میدیم ماوس بیاد این وسط، مثل پارک میکنن. شما بگو آقا پارکینگ ماوس من اینجا باشه، صفحه کامپیوتر شماره 2 وسطش یا مثلا کنارش. همچین چیزی نبود، ولی یه تنظیمی هست. اونایی که ویندو 10 دارن، 8 دارن، 11 دارن، من اینجا 11 دارم، توی قسمت استارت و سرچ بزنید ماوس، بعد ماوستون رو میتونید اونجا تنظیم کنید، بزرگش کنید، کوچیکش کنید، رنگش رو. من الان یه رنگ بنفش انتخاب کردم، خیلی قشنگه، تا میاد میبینمش، بعد تا دستم تکون میدم، چون اینم نسبتاً بزرگه، پیدا میشه اون مشکلی رو که داشتم. بذارتون اینجا نشون بدم، بله دارید میبینید، ببینید اینجا، اون موقعی که میمد من نمیدیدم، الان وقتی میاد اینجا، اینجا میخوای بنویسی یه چی مینویسه، عوضش میکنی، میبینی جاش یه رنگ دیگه میشه. به نظر من خیلی کمک میکنه. و اینم اینجوریه که شما پایین کامپیوترتون عکس یه ذره‌بین هست که بهش میگن جستجو، توی اون قسمت یا توی استارت مینویسید که ماوس، و توی ماوس ستینگ، توی همین موش، تنظیمات موش، میتونید اینو تنظیم کنید. گفتید ما اینو یاد گرفتیم، به شما بگیم. توی این یه هفته که گذشت چندین فیلم دیدم دوستان، بعضی از فیلم های ایرانی به حدی بد هستن از لحاظ هنرپیشگی، از لحاظ داستان، که شما هی به خودت میگی بذار من نگاه کنم ببینم حالا شاید بهتر شد، نگاه کنم ببینم هدفش از این فیلم چی بوده، ببینی نه اعصابت هم خرد میشه ول میکنه میره. یکی از اون فیلم ها یه فیلم بود، آقای اکبر عبدی نقش یه پدری رو بازی میکنه که شیرازیه و پسرش یه آدم خیلی بدشانسه، ولی همین پسر آدم خیلی بدشانس میره با یه خانم دکتری آشنا میشه و بعد اصلا آدم نگاه میکنه میگه والا اینا، این چیزایی که اینا دارن میگن، آقا اقتصاد لیسانس چیز داره، صنعتی داره، مدیریت صنعتی داره، بیکار، رانندگی تاکسی میکنه. خب رانندگی تاکسی چه عیبی داره؟ من به خاطر همین به اون دوستمون گفتم آقا درس نخون، برو دنبال کار، چون هی میری درس میخونی با این دانشگاه آزادی که این رفسنجانی فلان فلان شده راه انداخت، هی ازتون پول گرفت، هی لیسانس داد دستتون، هی توقعتون رفت بالا، پدر مادرتون هم وای پسرم لیسانس داره، وای پسرم دکترا داره، نمیتونه بره، کار نیست. کار هست، آقا میگه یه پیک موتوری 10 میلیون میزنه، بیا یکی داد بزن، برو وایسا داد بزن، برو دست فروشی کن، برو نمیدونم 4 تا جوراب از یه مغازه بخره، بگی دستت یه تابلو کوچولو بزن اینجا بنویس، بنویس بله من نمیدونم مهندس برق بودم، مهندس اقتصادم، بیکارم، مردم بیشتر، ولی نشین تو خونه رو برای دل مامان بابات. خلاصه این فیلمه رو اگه تونستی پیدا کنید اسمش هم برای دیگران بنویسید. میگه که آقای اکبر عبدی میخواد بگه، یعنی یه شیرازیه که اومدن تهران. آقای عبدی شیرازی بودن این نیست که شما به هر کلمه یه او اضافه کنی بشه دوربونه او، اتوبوسه او، کامپیوتر او، هر سخن جایی یا هر نکته مکانی داره. اینی که من به آقای اکبری میگم آقا او اتوبوس رو دیدی، تو جمله بعدی او اتوبوس دیگه اتوبوس رو نیست، میگه همون اتوبوسی رو میگم، عوض میشه، یکی میشه اتوبوس، یکی میشه اتوبوسی، یکی میشه اتوبوسو. خیلی اکبر عبدی، آقا تو آمریکا طرف آمریکاییه میره نقش استرالیایی بازی میکنه، استرالیایی میاد نقش آمریکایی بازی میکنه، با وجودی که زبانشو یکیه به خاطر لهجهش میره 6 ماه تو اون منطقه زندگی میکنه، میره معلم سخن میگیره که اینو تو مثلا ته رو آمریکایی‌ها به ته میگن ده، میدونی؟ اینو اینجوری بگو، اونو اونجوری بگو، و شما زرت میان میشینین، بعدم چقدر از مردم انتظار دارین.
حالا توی همه این فیلم هایی که دیدم این چند روز گذشته، یه فیلمی هست داستان این ازدواج های ایرانی و افغانی و اینها هست و واقعا اینم یه موزل خیلی بزرگی شده. تو این قسمت هم عدم مدیریت بیلیاقت این آخونده، آقا اینا که مسلمونن، اینا کشور همسایه هستن، اینا که یه زمانی جز به ایران بودن یا ایران جز اونجا بودن، همش یکی بوده. وقتی میاد احمقا بهشون کارت شناسایی بدین، ازشون مالیات بگیرین، شناخته بشن، ازدواج که میکنن به بچه هاشون شناسنامه بدین. شما یه بچه شناسنامه دار خوبه که بره درس بخونه موفق بشه، یا یه آدم بی هویت و بی شناسنامه که بشه دزد و قاچاقچی؟ فیلم حیران، حیران با هی جیمی، نگاه کنید. حیران اسم آقا هست که افغانیه، اسم خانمش هم که ایرانیه ماهیه. فیلم خیلی قدیمیه ولی فیلم بسیار قشنگیه و اونجا هم اگه اشکتون در نیامد حتما یه دکتر قلب برید ببینید. آقای سوربی، من از شما توقع نداشتم که منو با مسیح علی نژاد نسبت بدید. من از شما عذر میخوام، شما کاملا درست میگی و نباید اینو میگفتم. به همین اسمه که اومد من یه دفعه چیز شدم، ببخشید. حالا این مسیح تو ایران اون وقتا وقتی اسم بعضی ها مسیح الله بود بهش میگفتن مسیح. حالا این خانم اسم معصومه هست گذاشته مسیح و در صورت من از شما عذر میخوام. آقا یا خانم مسیح ابراهیمی، بذار رو عکس بزنم ببینم خانم یا آغاز و هست دیگه. حالا شما خیلی دلنازک نباش، اگر مهمان مایی تازه دل باش. وقتی هواپیمای شکاری میذاری بعدم اینجا عکس هپی نوروز، عکس این عکس خودتونه یا عکس بابا یا پدر مادر چیزیه. پیشاپیش عید همگی عزیزانم مبارک باد، مارچ 18 مال پارساله. در صورت خیلی ممنون، عکس صفحه شما رو هم نشون بدیم. یه تبلیغ مجانی هم برای شما باشه، کسی که پول نمیده برای تبلیغ اینجا. مسیح دوستان، MASSEY ابراهیمی، مسیح ابراهیمی. این عکس بسیار زیبا و این آقای جنتلمن با پاپیون و تاکسیدو و این هم خانم که عکسشو میبینیم. بله، ولی خب نکنید این کار، عکس فروهر رو چشم این بنده خدا، قشنگ اینا رو یه جای دیگه بهتر بنویسید، لازم نیست همه اینا رو توی یه جا بنویسید. هپی نوروز، دی پرژن نیو ایر و میدونید ما هیجان زده شدیم رسیدیم به این دستگاه ها. و یه چیزی رو من اعتراف کنم، اگر مثل من باشید شما بالای 50 و اینها، این هیجانمون بیشتر و بدتر چیزا رو، یعنی به جای استفاده سوء استفاده میکنیم، خراب میکنیم. خب ساعت 2:58 دقیقه است، 2 دقیقه به ساعت 3 مونده و 30 دقیقه مونده. 32 دقیقه دیگه من شما رو میبرم با آقای فرزاد نیساری. اگر صحبت های فرزاد نیساری رو گوش کنید، این دوست ما، یه همشهری ما، با این شور و هیجان و آتش تندی که داره، از اوائلی که با من صحبت میکرد از اونایی بودن که هی باید بیریم دم سفارت ها نامه بنویسیم، هر هفته اینجا جمع بشیم اونجا جمع بشیم. الان به این نتیجه رسیدن که من 10 سال پیش گفتم خودتون رو مجانی دست آخون ندید، نذارین شناساییتون کنن، مثلا این روزایی که دوربین هست و عکس هست و اینها. تا یکی گفت رضا شاه روحت شاد، شما فریاد نزن رضا شاه روحت شاد، شما رو میگیرن فردا همون ویدیو رو استفاده میکنن میگن بفرما شما گفتی اینجوری. تا یه جایی یه چیزی مال مجاهدین بود، وای نس و باش عکس بگیر، فردا میگیرن میگن جزو این نمیدونم منافقین بودیم فلان بیسار. در صورت این دوستان خیلی خوشحالم بهشون تبریک میگم، الان میگه بزن دیده نشو. این درسته، این درسته. حالا دنباله این با یه جنبشی باشه، جبله آقای حشمت الله تبرزدی مردکه دیوانه بعد این همه سال ادعا، بعد میاد که قابلمه گرفته دم گوش خودش تق 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 میزنه. خب که چی بشه، که چی بشه؟ اونا چه کار کردن؟ برین هر شب بالا الله اکبر بگی اونجوری باشه، اینا چه کار کن؟ اون یکی میاد شعر میگه و تار میزنه، بعد از باکو میخواد فرار کنه میگیرنش. یه فیلم دیگه دیدم،
قبلا هم درباره این فیلم صحبت کردم، جالبه که اسمش هم یادم نیست. دو بار من فیلم رو دیدم، دو بارش هم خندیدم. یه نفر میخواد از ایران بره کانادا، از کانادا بره تگزاس، یه شهری هم میگه کریسپ کرتس، یه چیزی اینجوری میگه کریسپ کرس، یه چیزی کرسی کریسپی، و میاد به خانمش میگه ازش فیلم بگیرن توی پارک بازی، پارک چهر، نمیدونم اونجا داره چی میکنه. بعد به زنش میگه خانم از من فیلم بگی، از سگ فیلم نگیر. بعد خلاصه فیلم خیلی قشنگه، اسمش الان یادم رفته. این فیلم جالبه، حتما ببینید. آخرش هم آخرش نمیگم الان خرابش کنم. خیلی ممنون. فیلم تاریخ تجدید نظر خیلی خوبه. خب کاکو جون اگه میتونی یه لینکی ازش بذار، خانم الهه دانشزاده، شما یا این زی رو بزرگ کن یا جداش کن، به نظر من خیلی بهتر میشه. الهه دانشزاده. خب آقای سهراب چمنارا میگه که برنامه شما کی زنده است؟ بگم بابا من الان زنده هستم، I'm live right now. بیا. خب این هم آقای سهراب چمنارا، ویدیوشون بعد ویدیو ما پخش میشه و اونجا هم گذاشتم. میگه نصیحت های سلبی گاهی اوقات سازنده و خوب است، باعث شد من بعد از 40 سال برم پاسپورت آلمانی بگیرم. خیلی خوشحالم. آره بابا آدم وقتی میتونه داشته باشه لازمه. در اصل یه نوشته یه آقای محبی نوشته که وطن اونجایی نیست که حتما ما دنیا اومدیم، وطن اون خطایی نیست که دیکتاتورها برای ما کشیدن دوری شهری دوری کشوری. خداییش بخوای من گاهی وقتا فکر کنم آلمان بیشتر از ایران دوست دارم، چون آلمان به من موقعی کمک کرد که بهش احتیاج داشتم. ایران وقتی هم بهش احتیاج داشتیم کمکمون نکرد. بیا آقا برو خدمت انجام وظیفه. خدمت و انجام و وظیفه سه تا کلمه غلط و غلط قاطی. 2 سال جوانی تو بذار بی خود و بی جهت. و اون مردکه که فرمانده 3 تا نیرو بود بلند شد فرار کرد. اتفاقا یه عکسی دارم از فرار شاه بای فیسبوک. یس خب بذار من یه لینکی برای آقای چیز بفرستم، میام خدمتتون دوستان. اینجا بله 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 آقای چمنارا اینجا بگیم بله اینجا هستیم، شما هم بیا خوشحال میشیم. بله این. خب و اما دوستان بعضی وقتا یه ایرانی، افراد ایرانی کار درستی هم میکنن، میان میگن خب ما بیام از همزبونامون، اونایی که یه همچین اشکالی داشتن یا یه همچین سرویسی قبلا احتیاج داشتن کمک بگیریم. مثلا یکی میگه دکتر کمر میشناسید اینجا، ملت میگن دکتر مزاری. یکی میگه دکتر عمومی میشناسید، میگن دکتر صبحانی. یکی میگه دکتر فلان میشناسید، میگه دکتر اکبر. خب این اشکال نداره، ولی بعضی وقتا بعضیا نمیدونم شاید هم قصدشون کمکه، ولی با کمک که میکنن دوستی خال خرس. یه خانمی دیروز نوشته بود که برای 5 ماه میخواد بره مسافرت و ماشینش رو میخواد بذاره یه جایی توی پارکینگ. حالا لابد خونه زندگی میکنه که پارکینگ یا گاراژ نداره یا تو خیابون پارک میکنن، میخواد ماشینش نمونه اونجا بی توجه یکی بیاد چیزش بزنه بدو زن بزنه. بعد هر کسی براش چی نوشته بود، من یه سرویسی هست که شما میزنین زیپ کدتون رو بهتون میگه تو اون نزدیکی چه کسایی میتونن به شما پارکینگ اجاره بدن. بعضیا پارکینگی که دارن توی آپارتمان 2 تا پارکینگ دارن، چی میگن سرپوشیده، با کارت میری تو، با کارت میاد، ولی خودش یه نفره یه ماشین داره. یا بعضیا یه جاهای واشنگتن زندگی میکنن که اصلا ماشین ندارن، اینا میدن اجاره، هیچ عیبی هم نداره. ماهی 175 دلار، 200 دلار، 50 دلار، 40 دلار همه چی داره. شما این خونه‌هایی که نزدیک مترو هستن، بعضی هاشون 5 تا 6 تا ماشین تو درایویشون توی جایی که میره تو گاراژ پارک میکنن، 5 تا 50 دلار میگیرن، ماهی 250 دلار که طرف بیاد اینجا پارک کنه، از اینجا بدوه بره مترو. حسنش اینه که هر روز نمیخواد اونجا دنبال پارک بدوه. میدونه که میدونه که حالا اینا رو بگ بزن. یه نفر نوشته بود که شما اگه خواستی بری مسافرت 5 ماهه حتما باتری ماشینتو قطع کن. خب این نصیحت خوبیه، چون مخصوصا ماشینهای جدید این روزا انقدر وسایل الکترونیکی داره که همش داره استفاده میکنه، باتری شما رو درین میکنه یا خالی میکنه. اگر هیچ وسیله‌ای نداشت خود به خود ناخالصی هایی که توی
سیستم برق و اینا هست، این کار انجام میده، مخصوصا برای بیشتر از 3 ماه و اینا این کار انجام میشه. خب این پیشنهاد خوبی، ولی یکی اومده بود پیشنهاد کرده بود به این خانم، بذارید ببینم اصلا میتونم پیداش کنم نوشته ایشون، شاید حالا نخوان ما نشون بدیم، نوشته بود که شما بیمه رو قطع کن اگه میخوای بری. دوستان میدونید من سالهای 98 تا 2000 اینا شرکت بیمه داشتم، American Insurance Agency مال من بود، و یه مقداری ببینید من با وجودی که شرکت بیمه داشتم با 53 تا شرکت کار میکردم، ولی میگم یک مقداری از قانون بیمه رو میدونم، چون انقدر زیاده قدیه دریان، شما هرچی شناگر خوبی باشی نمیتونی بگی من دریا رو شنا میکنم. اینایی هم که میبینی میگی نمیدونم کانال فلان رو شنا کرده اینا، نگاه کنید 6 تا هلیکوپتر و 4 تا قایق همراهش دارن میرن، بعضی وقتا توی قفس داره شنا میکنه که حیوان میبون نیام بهش بزنن. طرف به این خانم پیشنهاد کرده بود که اگه میری مسافرت بیمه تو قطع کن. دوستان همچین اشتباه بزرگی انجام ندین. شما اگر نمره ماشین داشته باشی و بیمه تو قطع کنی، بعداً DMV Department of Motor Vehicle یا هم اداره راهنمایی اینجا میاد به عنوان کسی که ماشینشو بدون بیمه تخلف کرده و داشته استفاده میکرده شما رو جریمه میکنه و میذارتون روی SR22. SR22 یه نوع بیمه هست که برای خلافکارا میگیرن، برای اونایی که مست بودن رانندگی کردن، خیلی بیمه گرونیه. از اون گذشته یه جریمه هم شما رو، یعنی $500 هم جریمت میکنه، uninsured motorist، یعنی کسی که بیمه نداره، و خود به خود از داخل یه آدم مرتب و منظم و قانون سر، چون میگم قانونمند، میری توی آدم خلافکار، برای که یه نفر اومده اینجا یه نصیحت نادانسته انجام داده. نکنید این کارو دوستان، اگه یه چیزایی رو مطمئن نیستید ننویسید. حالا مگه شما میمیری اگه این خانمی گفته 5 ماه پارکینگ میخواد شما چیزی ننویسید؟ یا بعضی وقتا بعضی هم میگن خب ما که نداریم. بابا خب تو که نداری چیزی ننویس، دردسر این بنده خدا رو زیاد نکن، که اون شارتایی که دارن 3 تا 4 تا بعدم پیام خصوصی بدین. اون وقتی عمومی میذاره، شما بعد که میخوان چیز کنیم، چون شما وقتی که بعدا هی پیام عمومی بدین، یکی دیگه میاد این مثلا همون ماجرای توتی و سگ و این چیز ویدیویی که آقای اکبری گذاشته و اون احمقی که میاد زیر سگ و توتی و این زنه مینسه جاوید شاه، خیلی خند واقعا الان که میگم خندم گرفت. خب حالا که پاسپورت داری بلند شو بیا اینجا یه سری بریم این ور اونور بچرخیم. شما بلند شو بیا اینجا، از اینجا راه میافتیم میریم پلو پتیک لس آنجلس، یه سرم از اونجا میریم کجا؟ میریم لاس وگاس. توی آلمان که من بودم، من اولا از کازینو خوشم نمیمد اصلا، ولی به زور بچه ها، چون بعض وقتا با اونا بودیم همراه و همسفر، یک چند بار من رفتم کازینوی ویسبادن و خیلی جالبه، آخرین باری هم که از اونجا اومدم 700 مارک که مال کازینو تو جیب من بود. دلیلش هم این بود که خودم محدود میکردم، میگفتم من مثلا امروز 20 مارک، ولی بیچاره شهریار هادیان میمد بیرون میگفت این کت منو بگیرید، یکی تو پول به من بدید، این ساعت منو بگیرید. آخرم تصادف کرد کشته شد با ماشین. آقای پیروز محبی، همون دوستمون آقای غلام محبی با اون لهجه شیرین اصفهانیش، یه شعری رو نفهمیدم که این مال خودشون بود یا نه. دوستان عزیز، آقای سهراب چمنارام اینجا هستن. آقای چمنارام، من اول برنامه راجع به ویدیو شما گفتم، از دوستانم خواهش میکنم لینک ویدیو شما رو روی فیسبوک گذاشتم، خود شما هم الان همینجا بذارید، هم روی مردم تیوی بذارید، بعدم روی فیسبوک میذارم که به صورت یک پست باشه. ازشون خواهش میکنم اونا بیان نظر بدن، حالا روی فیسبوک صفحه خودتون، صفحه خودتون هم نشون دادم، یا روی یوتیوب. این فیسبوک از موقعی که اومده خیلی ها رو تنبل کرده، یکی اونایی که با وبسایت کار میکردن، وبسایت خیلی مکافاته، باید یه جایی رو تعیین کنی، اندازه بدی، لفت اینقدر، رایت اینقدر، اپ اینقدر، این ور اون، بعد اون رو بذاری. ولی این فیسبوک پدر سوخته، هر عکسی رو میذاری برات میذاره، چی مینویسه، لینک میکنه، شیر میده، فلان اینا. اینه که من و شما هم باید، اتفاقا گفتم که آقای چمنارا با این سنش به نظر من خیلی فعالیت میکنه و خیلی مؤثره، ضمن اینکه من با خیلی از صحبتای ایشون اختلاف دارم. مثلا همین که قرآن رو ایشون میگه، قرآن کرانیک با به اصطلاح
از لحاظ زمانی ایشون میگه، بعد میگه ولی اونجایی که میگه این آخوندها طبق سوره و آیه و قانون اساسی مردم رو به اصطلاح اینجوری مجازات میکنن و فلان، نه با ایشون موافقم. برید برنامه ایشون رو ببینید، بعد از برنامه ما این برنامه پخش میشه و روی فیسبوک صفحه خودشون هم هست، خیلی هم ساده است، سهراب چمنارا، همینجوری که میگیم. و اما حالا که آقای چمنارام اینجاست، ما این شعر آقای محبی رو بخونیم و ببینیم چی میگه. پلیز اوکی، این از این میایم اینجا لایو شو و کجاست پارک مار. آها، درباره اون آقای کارگردانی که از کووید وقتی که تو زندان بود و چه عکسایی هم پاشو بنده خدا چی میگفتن این قلاده که برای چی میگن قل و زنجیر میگن وقتی پای کسی رو میبندن رو تخت بیمارستان اینا، این دیگه واقعا عجز یه حکومتی رو نشون میده که یه نفر که بیماره شما نه فقط دستشو مثلا ببندی به تخت، پاشم ببندی یا اینها. یه آقای معلمی هم بود بیچاره سالها همینجور ازش. در صورت این یه فیلمی ساخته به نام زندگی یه ارمنیه که آمریکا اومده خلاف کرده، زندان افتاده، بعد فرستادنش روسیه، بعد رفته ایران، بعد اونجا ازدواج کرده با یه زنی بوده، الان معتاد شده، میره از این صندوقای اعانه یا صندوقای چیز دزدی میکنه. پلیسا میشناسنش ولی میگن خب این صندوقا برای آدمان نیازمنده، کی از تو نیازمندتر اینا. یه فیلمی رو آقای بکتاش آپتین درست کرده، اونم اگر وقت کنم روی فیسبوک میذارم. شما دوستان اگه موقعی که من دارم حرف میزنم اینا رو کلیک کنید بذارید، یه مقداری کار من رو کمتر میکنید. عکس شعر نوشتن کی گفته، شعری که آقای محبی نوشته، کی گفته سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا، میدونی که یه شعر خیلی قشنگی است راجع به اون. البته همون زمان هم یه آقای یه فیلم خیلی قشنگ درست کرد گذاشت روش و من به آقای محبی گفتم آقا شما با اون لهجه زیبای اصفهانی ای کاش این شعر رو خودت میخوندی. بعد ایشون نوشت باشه نمیدونم فلان، ببین چی میشه. سن که رسید به 50 تازه میشی روبرا، عقل تو کامل میشه، ذهن تو بالغ میشه، تازه میشی مهربون، با همگان همزبون، دنیا برات فان میشه، برنامه هات ران میشه، باید باد سرت کم میشه، دنیا جلوت خم میشه، خوب و فروتن میشی، قدر تو بالا میره، وصف تو هر جا میره، قصه ازت دور میشه، چشم حسود کور میشه، اگه که ورزش کنی، تمرین و نرمش کنی، سالم و سرحال میشی، جوون و ابراق میشی، میتونی بری تو تا توچال. این آقای بهمن باتمانگلیچ هی به من بگو بیا پول بده یه زمین مال من بخر چی قصر یخ درست کنیم. بعد اینجا خیلی همش ادعا میکرد که این توچال اون ساخته و فلان. گفتم میتونی بری تا توچال روان و خوب و خوشحال، بخور هر آنچه خواهی، مرغ و برنج و ماهی، کلسیوم و شیر و ماست، بشنو تو این حرف راست، سبزی و میوه حتما، قند و شیرینی اصلا، شور نکنی خوراک تا کم کنی فشار، چربی و فسفر نخور که دوشی از مرد شور، از این به بعد نیت کن قلبتو تقویت کن، تو پارک برو پیاده، بی قمپز و افاده مثل شما زیادن، محکم و واندادن، مبادا دیپرس بشی، نحیف و بیهس بشی، خنده نره زلبهاد، این ه نمیخواد، اینجوری میشه خنده نره، خنده نره زلبهاد، شادی نره ز چشمات، امید و جستجو کن، بگرد و زندگی کن، لحظه ها رو شادی کن، خوش باش و خوشحالی کن، اگه که شادی کنی کورتیزولو کم کنی، دوچرخی یادت نره، پا بزنی بهتره، با جوونا بر بخور، دوغ و دلستر بخور، یه نوشابه تو ایران، گاهی هوایی بخور، نون و کبابی بخور، با ریحون و تربچه، ترشی تره پیازچه، بازی کن و بچه شو، کودک پاینده شو، با بچه ها بازی کن، شوخی و تنازی کن، اینا همش بهونه است، مثل شما
مثل شما یه دونه است. این که میگن خیلی ها فشار میاد به چند جا قبول، ولی چه باکت، مشو خموش و ساکت. کنون شنو پند من، فامیل دلبند من، سن که ملاک نمیشه، دلت باید جوون شه. پیری که خوش زبونه عین جوون میمونه، همه میان کنارش صفا کنن باها، صفا کنن با حالش. قصه میگه براشون، عوض میشه هواشون. بچه ها غرق رویان، بابا بزرگان میخوان، مامان بزرگ کجایی؟ امشب پیشم میایی؟ درخت اگه پیر میشه پهن و فراگیر میشه، سایه میده فراوون تو گرمای تابسون. خلاصه سن 50 میاد سراغ شما، اما باید شد رها ز فکر سن بالا. فقط مراقبت کن، با سن مطابقت کن، زندگی کن سلامت، بی آمپاس و بی زحمت. آمپاس یعنی چی؟ برای فامیلامون دعای زیر رو بخون. فامیل زیر 50، امید مایی والا، فامیل سن 50، مریض نشی الهی. تقدیم به همه عزیزان 50 سال به بالا. خیلی هم ممنون از آقای محبی، چون شما نخوندی و نفرسادی، خودمون خوندیم دیگه، را خوب و بد ببخشید. اینجا نوشتم ماوس پوینتر یلو، اون روز با رنگ زرد استفاده کردم، ولی دیدم زرد یک کمی اذیت میکنه، همین رنگ چیز سوسنی ما میگیم، شیرازی ها به این بنفش، رنگ سوسنی، چون گل سوسنی رنگه. درصد اینم از این فیلم سینمایی حیران رو گفتم، حتما نگاه کنید. اکبر عبدی نقشی که بازی کرده خیلی افتضاح، عبدی هنرپیشه خوبیه، ولی صرفا به دلیل این که اینها 60 سال دارن هنرپیشی میکنن، بعضی وقتا دیگه تنبلی میکنن، نمیرن نقشا رو یاد بگیرن، نمیرن خودشونو ببرن تو اون نقش. و اینجا طرف میره 60 پوند وزن اضافه میکنه، میره 50 پوند وزن کم میکنه که نقش یه معتاد بازی کنه. بعضی هاشون کارشون به بیمارستان و درمونگاه روانی میکشه چون میرن تو اون نقش. برید مثلا فیلم Dead Man Walking مال شامپن رو نگاه کنید، ببینید اصلا. خب برای 5 ما اونم گفتم چند تا. آها، یکی نوشته بود که این بی بی سی بی طرف باید باشه فلان. نوشتم من و شما باید احمق باشیم که انتظار داشته باشیم Voice of America، من و تو، نمیدونم ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینا بی طرف باشن. اصلا بی طرف یعنی چی؟ بی طرف یعنی بیاد خبر بخونه. آقا اونی هم که خبر میخونه دیدگاه خودش رو توش چیز میکنه. در صورت بی بی سی که میگه دستگاه سخن پراکنی، بی بی سی که 100 سال پیش برای این درست شده که امپراتوری انگلستان رو نگه داره، حالا امروز شما میخواین این بی طرف باشه؟ آخه خل بودن، ساده لو بودن تا چه اندازه. و برید نگاه کنید ویدیوی حسن اعتمادی که هم دخترش توی من و تو کار میکنه، هم پسرش که من و تو کار میکنه، هم خودش یکی از بنیانگذاران من و توه، توی اون ویدیو میگه که پنتاگون پول تأسیس من و تو رو میده. بعد شما به من بگو چرا پنتاگون بره پول تأسیس تلویزیون من و تو انگلستان رو بده؟ چرا نمیدونم رادیو فردا توی کجاست، این بگید اون کشور چکسلواکیه، اینا برای که میخوان یه سودی ازش ببرن. اون سوده رو شما نمیتونی بهش بگی آقا ما نمیخوایم، شما سود نبر، بیا برای ما خبر درست بگو. اوکی، اینم از این ماجرا. و بریم شاه رفت رو بهتون نشون بدم. این رو فکر کنم آقای زمانی، تحمورس زمانی گذاشته بود. ببینم این یکی دستگاه نشون میده اکسا، نه دستگاه ما مثلا امروز اکسا رو نمیگه، هر کار دلش میخواد بکنه، این دستگاه هم به حرف ما گوش نمیده. خب ببینیم که اینجا سکرین کپچه، این یکم دور از من، سلیکت ایریا. دوستان نگاه کنید، اونایی که نمیدونن، همین ناآگاه های شاه اللهی که شاه چند بار فرار کرد و شما یه سر با صفری رو یادش میدادن در زمان جنگ، اگر از خدمت فرار کنی دادگاهی میشی، حکمت هم اعدام و جوخه فلان اینا. این توفیق مال سال کی بوده خدایا؟ نوشته تک شماره 2000 و نیم، 2 و نیم. اینجا هم نوشته 1000 و
نمیدونم 1340 بوده 43 بوده کی بوده. بعد شاه با زنش، خیلی جالب، زنش هم با چادره داره میره، میگه بیا بریم از این، بیا برویم از این ولایت، من تو دست مرا بگی، منم دامن تو. بعد یه نفر اونجا وایسه، آخوندا گرفتنش. نگاه کنید دوستان، آخوندا شاه رو گرفتن که نرو وایسا. اون آقا نوشته ول کن بابا، اسدالله، اسدالله خان رهاش کن، که یه نفر توضیح کامل نوشته بود این اسدالله چیز من منظورش اونه. و اما طالبان دوستان، این توی چیز جا افتاد دیگه، الان هم در اولین سفر اروپایی به نروژ رفت. اگه نگاه کنید فعلا دمپاییاشون شد کفش چرمی. یه دوستی داشتیم آقای مجتبا حسینی، دیوانه ای بود توی هنرستان شیراز، کلاس دهم، یازده، دوازده. این بچهش باباش آخوند بود، خودش هم یه دیوونه بچه آخوندی بود. بعد این یه شعری خونده بود برای آقای فرهمند، معلم ادبیات ما، چون بهش در افتاده بود. بعد میگو آن که تا روز قبل خرمیران، پشت پیکان نشست و اعیان شد، عینک چوبیش کتیرا شد. حالا این ببینید دمپایی ها، یادتونه اینا دمپایی میپوشیدن، دمپایی هاشون شده کفش، لباس هاشون مرتب. ولی آقای نیساری با یکی از دوستان یک کلکلی داشت که آقا چرا شلوار اینا کوتاهه. آقای نیساری نوشته بود چون سگ آدم های بد رو میشناسه و میاد مچ پای آدم های بد رو میگیره، اینا شلوار هاشون رو کوتاه درست کردن که مچشون رو نگیره. حالا نگاه کنید با چه هواپیمایی هم میرن، نه با هواپیمایی که من شما بلیت میخریم، نمیدونم اکانومی. نگاه کنید دوستان، این همین طالبانیه که آمریکا، خانم چیزم گفت، خانم بگید اسمشو، هیلری گفت اینا بودن که طالبان و مجاهدین افغانستان و همون حتی القاعده، کی بود اون مرده، بن لادن و اینا رو درست کردن. خب اینا طالبان اروپا. و اما فود دیلیوری، اما از دست این دوستان احساساتی که تا یه عکسی میبینن این عکس رو میان میذارن و دربارش هم یه مش مزخرفات علکی مینویسن. مثلا شما چی شد این عکس رفت، این عکس رو نگاه کنید، یه نفر نوشته، میدونید خب این روزا بعد از کووید و اینا خیلی ها فود دیلیور میکنن، خوراک میارن خونه. این نوشته که This mother This food delivery is brought to you by one tough mother. Tough همیشه معنی به اصطلاح زمخت و بد و اینا نده، آدم های مقاوم هم تاف بهشون میگن. اوکی؟ نگاه کنید این خانمه دو تا بچه که احتمالا دو قلو هستن، شاید هم این یکی کوچکتر این یکی بزرگتر، بعد یه از این کوله پشتی هایی که اینها مثل یخدونه، مثل ترما هست، چی گرم بذاری توش گرم نگه میداره، چی سرد بذاری توش سرد نگه میداره. این کسی که این عکس رو گذاشته نوشته که این مادره داره مثلا دیلیوری میکنه. من نوشتم خانم این عکس رو ورداری، شما به این کار، با این کار هم به این خانم هم به دیگران توهین میکنید. یا خدا میدونه توی پشت این چی بوده، خوراک درست کرده ببره خونه مامانش، خونه باباش. ولی این بالاش نوشته دلیوری کلاب. اوکی؟ این بالا نوشته دلیوری کلاب. دوستان این وقتی توی کشور اروپاییه، اگر کسی دو تا بچه داره اینجوری کار میکنه، این یا معتاد پولا رو داره تلف میکنه، اصلا میگیرنش، میگن تو داری جون این دوتا رو به خطر میندازی، بچهشو میاد سوشال سرویس میگیره ازش. ما چه میخوام دست از این احساسات بیخود ورداریم. حالا احساسات بیخود اینایی هست که تو خونه مار نگه میدارن. این خانم نگاه کنید، آتیلا هم چیزای قشنگی مینویسه برای فیسبوک و اینها، بذارید بالاش هم نشون بدیم که تشکری کرده باشیم از ایشون، آقای آتیلا آریا. اوکی بیا. خب این خیلی جالب داستانش، زنی به عنوان حیوان خانگی یک مار داشت و خیلی اون مار دوست داشت که 7 فوت طولش بود. اینا دیگه مار نیستن، اینا افعی هستن، اینجا بهشون میگن پیتان، یا بعضی ها تو ایران میگفتن مار بوا.
یه دفعه این مار خوردن غذا رو استاپ کرد و هیچی نمیخورد. زن هفته ها تلاش کرد که مارش دوباره بتونه خوراک بخوره، موفق نشد. بالاخره مار رو برداشت برد پیش یه دامپزشک. دامپزشک ازش پرسید آیا این مار به تازگی کنار شما میخوابد و خیلی نزدیک به شما خودش را جمع میکند و کش میکنه، هی خودش را جمع میکنه هی کش میده؟ خانمه پاسخ داد بله، و خیلی برام ناراحت کننده است که نمیتوانم کاری برایش انجام بدهم. دامپزشک گفت مار مریض نیست، بلکه خودش رو داره آماده میکنه که شما رو بخوره. مار هر روز شما رو اندازه‌گیری میکنه تا بدونه چقدر باید جا داشته باشه تا شما رو حذف کنه. حکایت بعضی آدم هاست تو زندگیمون، خیلی نزدیک ولی با هدف اینکه نابودمون کنن فقط دنبال فرصت مناسبن. دکتر اشجاری روانشناس رفتاری، اینا فامیلیشو اسمش جالبه، دکتر اشجاری منم برای این دوستمون نوشتم که آقا این داستان زندگی منه. چیزی که هست من شانس آوردم مار افعی و پیتان و بوا نبودن، همین تیله مارای کوچیک بودن، مار جعفری بوده، مارای زنگی بودن. اینها هم نیش میزنن، هم میدونید مار بعضی هاشون نیش نمیزنن، دندون میگیرن، گاز میگیرن. گفتم با همه اینها ما درسمون به اصطلاح درس نمیگیریم. شعر حافظ چی بود؟ وفا کنیم و ملامتی ببینیم و نمیدونم فلان، بعدش هم آخرش میگه ما ول نمیکنیم، ما همینیم، هرچی هم بهمون ستم میکنن. برای همین آتیلا نوشتم که اتفاقا همین دوستان هنوز بعضی هاشون با ما هستن. دوستان عزیز، ساعت 3:27 است و بریم سراغ آقای نیساری و ببینیم که ایشون و دوستانشون به اصطلاح در این زمان چه برنامه‌ای دارن. چی شد؟ هوا زمستون شد، سرد شد، همه رفتن توی خونه های گرم نشستن و دیگه از این جنبش ها خبری نیست، یا اینکه به این نتیجه رسیدن این جنبش ها بی نتیجه بوده پس کار بی نتیجه رو استاپ بدن. خب بیایم اینجا، دو سه دقیقه مونده، بذارید یه دو تا خبر دیگه براتون بخونم. اونو خوندم. گرجستان زندان، این راجع به حمیدرضا زاکریه که حمیدرضا زاکری اسم اصلیش یه چیز دیگه است. حالا من اینجا می‌نویسم زاکری و اونم یکی چی بود؟ کنت تیممان احمق بلند شده رفته اونجا برای این پول جمع کنه، بعد نوشته اینو آخونده انداختن. آقا این حرفا چیه؟ مزخرفات چیه؟ این شما رو فول کرده. بعدم آخونده اگه میخواستن این زندان کنن که برش میداشتن میبردن مثل روح الله زم و اینا چی میگن اشهدشو میخوندن. این مرده که یه دفعه از اون فضای اطلاعاتی اومد، فکر کرد میتونه به همه ظلم کنه، به همه دروغ بگه، به همه کلک بزنه، الان خودش افتاده اینجا. اینجا نوشته ایران پروسکیوتینگ 9/11. نه آقا، آقا کنتی میمن اینم نبوده. بله اینه، این آقا که عکسش هم توی روزنامه ها و اینا به اصطلاح چاپ کردن که اینجا میخواستن به عنوان کسی شما ببینید. یه آقایی بود من باهاش مصاحبه کردم، آقای خلیلی یا بهش میگن تحلیلی. این همون موقع که هیچ که ماسک نمیزد این ماسک میزد، میگفت منو نشناسن و فلان اینها، که بعد همین حمیدرضا زاکری به من گفت آقا این چیزه، این ذاتن عراقیه و میدونه اگه بیاد قیافشو نشون بده همه میشناسنش. خلاصه اینا در رابطه با این زاکری بلند شده رفته، حتی میگه یه پولم بدید تا ما بریم وکیل بگیریم چنین و چنان. کنتی میمن افتاده در دام این. ولی اون چیزی که شما از من پرسیدید از زاکری چه خبر، زاکری در زندان گرجستان 17 سال براش بریدن. حالا تو زندانم چه دست گلی به آب بده، چون یه جوان 15 ساله رو گرفته بودن که هم مادر استپ مادر هم نامادریش کشته بود، هم 3 برادرش. بعد این احمد اگر فرار نکرده بود از زندان، الان یه قانونی تو آمریکا که جوانایی که زیر 18 سال رفتن زندان این ریسنتنسینگ میاد، یعنی دوباره میان زندانشون رو کم میکنن، میگن اینا درست. ولی گفت چون اون کارو کرده، برای اونایی که از زندان فرار میکنن
اینا میذارن. دلیلش هم اینه، میگن کسایی که تو زندان هستن برای مادام العمر، اینا دیگه ترس و واهمه ای ندارن، میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست، ولی خبر ندارن در کوانتوم، در فیزیک کوانتوم بالاتر از سیاهی رنگ هست. میگه ما اینو میذاریم که اونی هم که لایفه فرار نکنه، چون اگه فرار کنه بهش میگن قانونای آینده هم اگر تغییر بکنه به تو نمیخوره. و اونایی که فکر میکنن فقط ایرانه که بچه های زیر 18 ساله میگیره و نمیدونم زندان میکنه، برید داستان این ویلی، جیمز ویلی بخونید، که نامادری شد، سه تا برادرش کشته، الان 28 سال زندانه، 15 سالش بوده رفته زندان، الان 43 سالشه، از ویامینگ، ویامینگ اون وسط های آمریکاست. بریم به طرف آقای نیساری عزیز و ببینیم که ایشون خب به به آمدن ایشون. آقای نیساری دوستان قبلا هم برنامه هایی داشتن در تلویزیون مردم با ما بودن و ویدیوهاشون در تلویزیون مردم موجوده، شما کافی اسم ایشون رو چیز کنین، گوگل کنید و باهاشون به اصطلاح در تماس باشید از لحاظ از طریق فیسبوک. آقای نیساری من سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم. فکر کنم امسال هنوز ما با شما نبودیم در سال 2022، نه؟ من بودم. خب سال نو رو بهتون تبریک میگم، تا آخر این ماه هم اب نداره. بعد اگرم شما دوست داشتید، من به دوستان گفتم که شما براتون کاری پیش اومده بود و نمیتونستید بیاین، من خودم وقتی برام یه مسئله چیزی پیش میاد به دوستان بیننده و شنونده میگم که خدای نکرده برای اونها یه همچین چیزی اومد، به اصطلاح بدونن چیکار کنن. اگه دوست داشتید اون ماجرایی هم اگه هست و اینا بگید ما ممنون میشیم، اگه نه بریم سراغ این. من شما که نبودید گفتم که باید از این دوستان پرسید چی شد زمستون شده شما فعالیتاتون کم شده، یا اینکه به این نتیجه رسیدید این تظاهرات هر هفته هر روز 4 نفر اینجا 3 نفر اونجا 300 نفر هم بیان بیاین، هیچ گروهی هم چیز به درد نمیخوره. و شما تو برنامه هم گفتید این شناسایی شده برای آخوندها و پاسدارها و اینها، یه مقداری بیشتر بگید اوضاع و احوال، ماجرای چین، ماجرای برجام، ماجرای نماز در کرملین، اینا رو صحبت کنید. مخصوصا شما چون چند هفته نبودید فکر کنم صحبتهای خوبی برای ما داشته باشید. خیلی ممنون، خوش آمدید، بفرمایید. بله پیروز، با درود بر شما و میهمانان گرامیتون، با درود بر هموطنان گرامی هم که الان یا دارندی این برنامه رو خواهندی، با درود بر استادانی که به من درس زندگی و انسانیه را مختن و به ویژه با درود بر فرزندان گرسنه و بیشتر پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور می روزن. فرزاد نیساری هستم از دیر رشایی خدمت گذار محکم ایران. آقای نیساری، این آقای آبتین که کشته شد یا از کووید فوت شد با اون آقای بهرام آبتین نسبتی دارن یا این هم یه فامیل منطقه یا این هاست؟ مطمئن نیستم و پرسشی هم در این مورد نکردم. آها، بکتاش رو میگم، بکتاش آبتین یه فیلم خیلی قشنگ ساخته از زندگی یه نفر، من براتون لینکش میفرستم اگه دوست داشتید نگاه کنید، از زندگی یک آدمی که الان معتاد آمریکا بوده اینها، و به نظر میرسه که ایشون یه کارگردانی بوده که درد مردم رو میفهمیده و به فکر فیلمای درآمدی نبوده، به فکر این بوده که فیلمایی رو نشون بده که درد اجتماع باشه، بلکه راه حلی هم برای اون یا درمانی هم بهش براش پیدا کنه. بفرمایید. به احتمال قوی ارتباط فامیلی فکر کنم هست، چون خود آقای آبتین هم در رابطه با مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و این رژیم سخت کوشش میکنند و بنابراین در همون راستا داشتن کار میکنند. بگذاریم، میخواستم امروز در رابطه با مسائلی صحبت کنم که قبلا هم صحبت کردم و در روند گفته هم اون صحبت پرسش هایی که شما کردید هم روشن میشه و پاسخ داده خواهد شد. ببینید، چرا ما میگیم جمهوری اسلامی تداوم رژیم فلانی است و نشانه های بارز اجنبی بودن این رژیم در چی هست؟ اگر یادتون باشه در این دو سال گذشته شعارهای بسیاری در رابطه با اینی که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست و بر لب مردم بود، به ویژه در خوزستان،
و در رابطه با هکو و چند کارخانه دیگه. این مسئله در حقیقت در این راستا می گنجه که دشمن این رژیم هست و یا این رژیم نمیدونم با رژیم پالانی تفاوت داره و این که ما میتونیم اصلاحش کنیم، تفاوت در درونش ایجاد کنیم، یا نمیدونم تضادهایی در بین گروه های مختلف این رژیم هست. اینها همه رو وقتی که در راستای مسئله این که آقا در از 120 سال گذشته بگیره، البته در آخر حکومت قاجار اینجوری بود، در اواخر به اصطلاح چند شاه قاجار هم دولت های بیگانه در درون ایران به اصطلاح یه کارایی می کردن، کمان که مرگ امیر کبیر رو وصل می کنن به اصطلاح به حرکت انگلیس در رابطه با این مسئله، ولی به ویژه از در از زمان کودتای 1299 اسفند 1299 کنترل در حقیقت کشور ما در دست مردم نبوده، به هیچ وجه نبوده و حکومت پالانی چه پدرش و چه پسرش در حقیقت سازندگان اصلی سیستمی بودند که اگر به اونجا رسید که از دوباره مردم ایران به جوش آمدند بتونن اون سیستم رو به دستور ارباب هاشون و در راستای خواسته های ارباب هاشون به اون جهتی که ارباب های اونها میخواد سوق بدن. و در حقیقت در 1357 ما دیدیم که چگونه اینها این خمینی در به اصطلاح سکه انداخته رو خوابانده رو آوردن بیرون و در ماه تصویرش رو توسط بی‌بی‌سی نشون دادن و اینها رو بر سر قدرت آوردن. اون فرهیختگانی از ما به اصطلاح فرهیختگان ایرانی که میشنن و صحبت میکنن و میگن که رضا شاه کارهای بسیار مثبتی کرده، نمیدونم ایران رو از این ور به اون ور کرده و هنوز در این راستا گیر هستن، شما حساب بکنید، حساب اونها رو وقتی بررسی میکنید اون وقت در رابطه با مردم ایران میاد دست آدم که در حقیقت ما کجای ماجرا نشستیم. وقتی که تحصیل کرده های ما هنوز دوزاریشون نیفتده که آقا رژیم گذاشته و این رژیم تداوم یک سیاست بسیار ساخته که از قبل است. مثال میزنم برای شما قرارداد نفتی رو که رضا قلدر بزرگ با انگلیسی ها به اصطلاح بست و در حقیقت 60 سال به عمر دزدی و غارت منابع نفتی ما اضافه کرد که به کمک اجنبی بود، بعد کشیدن خط را آهن رو که به اصطلاح از مناطق نفتی رد می شد و می رفت به شمال ایران، اما ارتباط جاده ابریشم هندوستان رو با اروپا رو که در حقیقت از شهرهای صنعتی ایران می تونست بگذره و در حقیقت تجار و تولید کنندگان ایرانی رو به اکمال منالی برسونه نکرد، در حقیقت همه در راستای خواستهای اجنبی بود و می بینیم که در انتهای کارش با آخوند پروری هم و با ایجاد حوزه علمیه قم به دست رضا قلدر بزدل در حقیقت انقلاب جمهوری اسلامی رو آماده کرده بودند که بندازن به جون مردم و در این راه هم بسیار موفق شدن. حالا این رژیم سر کار اومده و بسیاری از سازمان های به اصطلاح مبارز، تنها من یک سازمان یادم هست که از اونها پشتیبانی می‌کردم، نمی‌خوام حالا وارد ماجرای اون بشم، که در حقیقت در جلوی خمینی و دارالاستاش ایستاده بود، ولی مابقی سازمان ها حتی چپی ها اعلام میکردن که آقا ایشون امام هست و اومده و میخواد یه غلطایی بکنه. اما در حقیقت این رژیم هم دست نشانده همون رژیم اجنبی بود. ببینید همون جور که رضا قلدر بزدل نفت ایران رو در حقیقت دو دستی تحویل اجنبی داد، به همون ترتیب حسن روحانی پاش فریدون نفتی رو که به اصطلاح 50% در شمال اسکاتلند متعلق به ایران بود این رو دو دستی طبق همون قرارداد رضا قلدری با 12% از سود، یعنی دولت انگلیس شما برو هر خرجش رو میخوای بکن، اگرم ضرر کرد ما هیچی نداریم که خب مسلم از خرج و دخل اینها دست به اصطلاح دولت انگلیس هست، و اگر سودی ایجاد شد 12% از این سود رو به اصطلاح به ما بدید. و این قراردادی که صحبت میکنم صحبت شاید 2-3 سال هست، یعنی 1-2 سال پیش از اینکه آقای حسن فریدون زیر تک کمسور بشه و قدرت رو به اصطلاح تحویل نفر بیسواد بعدی بده. بنابراین این سیستم هم درست مثل همون هست. من برای اینکه این جا بیفته توضیح میدم، ببینید
به ازای هر لیتر نفتی که از ایران و یا کشورهای مشابه میاد بیرون، اول اینکه بر اساس قراردادهای پیشین علی‌رغم تلاش کسانی مثل مصدق، علی‌رغم تلاش کسانی که در دولت اون بودن، حالا چه باهاش بودن چه باهاش نبودن و تلاش کردن نفت ایران رو ملی کنند، اما همون قراردادهای نسبت بار رو حاج محمد رضا پالانی از دوباره بست و اینها رو دورستی تحلیل به اصطلاح اربابای خودش داد. به ازای هر 10 سنتی آمریکایی که این نفت میاد بیرون و که به اربابها میرسه، اربابها این نفت رو در بازار خودشون با دست بردن درونش 1.40 دلار میفروشن. این درصدی من منظورم هست. بنابراین 14 برابر این رو میفروشن. اولی میشه به هیچ وجه از اون 10 سنت نمیگذرن. مثال برای شما میزنم، حتی اون زمانی که قرار گذاشته بودن با به اصطلاح رضا قلدر بزرگ که از درآمد نفت 10% رو به ایران بدن و مابقی رو صرف به اصطلاح امور سازندگی ایران بکنن، اگر قراری باشه جاده بسازن و یا چیزی، حتی همون ریل آهنی رو که خط آهنی رو که میگن به اصطلاح رضا قلدر بزرگ ساخته، بر اساس مالیاتی که بر روی قند و چای و شکر در بر مردم ایران بستن، اون به اصطلاح ساخته شد و بر گرده کارگرهای ایرانی ساخته شد. حالا بگذاریم که چه کشورهایی اومدن و این به اصطلاح خط آهن رو پیاده کردن و یک پل 175 متری رو هم کار گذاشتن، مشق القمر کردن و اعلام میکنن که آقا ما نمیدونم فیل زمین زدیم، در صورتی که در همون زمان پلهایی در خارج بود 1800 متر بلندی این پل، یعنی طول این پلها بود، و حالا ما 185 متر ایشون پل زده در شما که ایشون هم نزده، در حقیقت مهندسهای خارجی زدن و ایشون ازاد ادعا هم میکن. ما کاری هست منتها مسئله این هست که غرب نمیاد اون چیزی رو که الان در حقیقت صاحبش هست رو در تحویل مردم ایران بده. این رژیم ها رو سر کار میاره که مرد و باز سرکوب مردم ایران بتونن به دوزی های خودشون ادامه بدن. اگر این سرکوب نباشه، اگر این بلبشور این رژیم ها ایجاد نکنند، من و شما ایرانی این مهلت رو پیدا می کنیم که بیان در احزاب آزاد شرکت کنیم، در مجلس مؤسسان آزاد یا در مجلس به اصطلاح شورای ملی آزاد شرکت کنیم و خواسته های ملی و مردمی خودمون رو به جا بیاریم. بنابراین همچین اجازه غرب به نوکرهای گماشته خودش که این جمهوری اسلامی باشه نمیده، و علت سرکوب ما مردم هم به دست جمهوری اسلامی به این علت نیست که صرفا اینها مسلمان هستن و مثلا ما با ایدئولوژی اینها درگیر هستیم، خیر، به این علت هست که فرمانی بجز این، بجز سرکوب مردم و به اصطلاح بی دار و ندار اینها رو لطفار کردن ندارن. یعنی دستور اینها هست. کسانی که میگن اگر شاه فلان کار رو میکرد، اگر خمینی فلان کار رو میکرد، اگر این رژیم به جای فلان بلان میکرد، در حقیقت نمیدونن که چه خبر هست و زیر این کاسه اینها چه این کاسه خوابیده. اینها جرأت و اجازه کاری به جز این ندارن. بنابراین وقتی که آقای رئیسی 5 کلاس سواد بلند میشه میره در روسیه و پشت میز مینشینه، در حقیقت در برابرش قراردادی هست که از زمان رضا قلدر بزدل بین انگلیس و بین روس امضا شده و بر اساس اون قرارداد اینها اجازه ندارن از غلط‌ها بکنن که بخوان جلوی اجنبی بگیرن. اینها نوکر اجنبی هستن و وقتی هم که اونجا میرن در حقیقت برای بردن به اصطلاح گزارش به ارباباشون هست که آقا ما مردم رو میتونیم سرکوب کنیم، مردم رو میتونیم نفله کنیم و مادامی که ما سر کار هستیم شما هم از ما خودشیبانی کنید، ما هم به نوکری خودمون به اصطلاح اینها میگن، به نوکریشون ادامه میدن که دولت های غرب هم ما بقی همش با بدوازیه، اسرائیل رو میزنیم، نمیدونم فلان رو میزنیم، بلان میکنیم. شما این همین گفته ها رو، این همین چیزها رو در روزنامه های کیهان و اطلاعات زمان شاه هم میخونید که اسرائیل نبایستی بلان کنه، فلسطین رو ما بلان میکنیم. بعد کنارش درست مثل الان فرزندان گرسنه و بیتر و پناه ما در مسجد سلیمان بغل دکلهای نفت، آفتی و جندپوش بدون آب، نمیدونم کوزه آب رو بایستی
3-4 کیلومتر راه برن تا از آب پر کنن و برگردن، اون وقت ایشون 1,200,000 دلار پول مردم ایران رو، اون هم در اون زمانی که به اصطلاح هر دلار با هم قیمتی داشت و باهاش 1,000 کار میشه کرد، میره به اصطلاح قرض بلاعوض به دولت سرمایه‌دار و پولدار انگلیس. چرا؟ برای اینکه یک نوکر و یک گماشته بدون اجازه اربابش غلط میکنه کاری بکنه که به نفع مردم ایران باشه. بنابراین این آقای خامنه‌ای اصلا سیستم جمهوری اسلامی و آقای رئیسی و کسانی که در اون نشستن گماشته هایی هستن که جرأت نمیکنن بدون دستور دولت انگلیس اصلا آب بدهن بخورن. حالا ماجرای چین و روس اینها به این ترتیب است. من این رو قبلا هم توضیح دادم. سرمایه به طور کلی گذشت بین سالهای 1900 تا 1950. الان سرمایه های انگلیس و سرمایه های کشورهای غرب هست که کارخونه های درون چین رو داره میگردونه. و بنابراین سرمایه های دولت های دولت انگلیس و کشورهای غرب هست که داره در هندوستان چرخهای صنعت هندوستان رو میچرخونه. بنابراین وقتی از اون راه وارد ایران میشه، در حقیقت همون سرمایه ها و همون دزدی ها و همون به اصطلاح بزن و ببرها هست که داره انجام میپذیره. و این نیست که نمیدونم بین چین و آمریکا درست، حالا اگه تضادی هم هست به خودشون مربوط هست، ولی سرمایه های اینا در هم ادغام شده است. غیر ممکن هست که اینها اجازه بدن به نوکرانی چون جمهوری اسلامی که بیاد غلطی بکنه که مثلا سیستم آبرسانی درون ایران رو درست بکنه. همچین چیزی هرگز امکان پذیر نیست و هرگز هم امکان پذیر نخواهد شد. بنابراین وقتی نگاه میکنید به کشورهایی که رشدی کردن در درون دنیا، تونستن برای خودشون جایی پیدا کنن، مثل چین مثلا، روسیه و یا کشورهای غربی، اینها با علم و صنعت هست که به جای رسیدن. اینها امروز میان میگن آقا جون شمای ایرانی که نمیتونید دو تا پیش رو با هم دیگه سوار کنی، مثال میزنن، نمیتونید دو تا پیش رو با هم سوار بکنی، بایستی ده ها تن گندم رو به من بدی که من دو تا پیش بهت بدم و دو تا مهره بهت بدم. بعد رژیم های چون شاه و رژیم های چون این به اصطلاح دست نشاندگان خمینی و این دست نشاندگان اسلامی هستن که میان و نمیگذارن مغز ایرانی کار بکنه، نمیگذارن صنعت ایرانی رشد بکنه. اولین کاری که خمینی کرد در دانشگاه ها رو بست و بابستن در دانشگاه در حقیقت مخالفت خودش رو با علم و صنعت ایجاد کرد. اگر شما به دروس دانشگاهی زمان دوران شاه در دانشگاه تهران، حتی علم و صنعت یا اونی که چی بود در اصفهان بود، به رجوع کنید، میبینید 10-30% دروس تعلیمات دینی هست. شما در هیچ کدام از دانشگاه های غرب نمیبینید که کسی مهندسی رشته برق داره میخونه مجبورش کنن که مثلا بره حتی زبان انگلیسی یا زبان قرآن بخونه. خواست خودش هست، اگر خواست میخونه، اگر نخواست میخونه، 100% به رشته خودش میپیونده. در صورت که در ایران سالانه 600,000 دیپلم رو با پول مردم ایران، با درآمد مردم ایران تربیت میکردیم، بعد دانشگاه نداشتن برن و اینها رو آماده میکردیم، زبان هم سعی میکردیم به اینها یاد بدیم، اون کسانی هم که در دوران اینها مغزی بودند راهی خارج میکردیم. در حقیقت بازار ایران شده بود بساز آماده کن با پول مردم ایران، ولی بفرست وقتی آماده کردی بفرست به کانادا، بفرست به انگلیس و فرانسه و نمیدونم بلژیک و کشورهای غربی آمریکا تا بتونن اونجا رو جذب بازار کار بشن و دست به تولید برای همون ارباب ها بزنن. حالا بنابراین اینی که اینها بلند شن برن، همه این تئاتر ها رو به قول پدر بزرگ من میگفت اینها همه تئاتر هست و در حقیقت منظورش تئاتر هست و اینها رو ما تا نفهمیم و درک نکنیم هنوز در این گرداب گیر میکنیم که آقای رضا قلدر بزدل آیا میخواست مدرن سازی بکنه یا نه. شما مدرن سازی رضا قلدر بزدل رو وقتی بگذارید زمین در سرزمینی که جمعیتش بسیار کمتر از هندوستان بوده و در سرزمینی که ثروتش بسیار بیشتر، ثروت معادن معدنیش رو میگم، بسیار بیشتر از هندوستان بوده، وقتی با هندوستانی که انگلیسی ها در زندگی میکردن و تحت قیمومیت اونجا به غارت میبردن نگاه بکنید، میبینید شهرهای اونها
بسیار پیشرفته تر و بسیار ساخته شده تر و صنعت راه آهن در این کشورها بسیار پیشرفته تر از صنعت راه آهن در درون ایران بوده. بنابراین اینی که به اصطلاح فریفتگان ما میان میشن ادعا میکنن که آقا مطمئن نیستیم که این رضا قلدر بزدل کارهای مثبتی کرده و یا کارهای منفی کرده، در حقیقت فراموش میکنن که ایشون مردم ایران رو که مرزبانان ایران بودن خل اصطلاح کرد به کمک اجنبی، بعد به شکم گرسنه اونها گلوله بست، به شکم گرسنه و مردم بی‌سلاح اونها گلوله بست و در حقیقت وقتی که در جنگ جهانی همون نیروهایی که بارها توسط عشایر در جنوب ایران شکست خورده بودن و توی خلیج فارس رانده شده بودن، همونها به راحتی وارد ایران شدن و با جیج و مات و مکوتی مردم ایران اجسامشون میده روبرو شدن. در حقیقت کسی نبود که از ایران دفاع کنه. چرا؟ برای اینکه کسانی مثل این احمقها، کسانی مثل این گماشه ها ریشه ایران و ایرانی رو میسزنن که بتونن به اردافها کمک بکنن. راستای این که فرزندان اینها در درون کشورهای بیگانه در ناز و نعمت زندگی میکنن گویای همین حقیقت است، چیزی جز این نیست. حالا اینها واقعیتی است که ما میگیم و همیشه هم تکرار کردیم و خیلی از شما هم میگه که آقا ما اینها رو میدونیم. نمیدونید. اگر میدونستید کسی صحبت اینه که آقا رضا قلدر بزدل آیا کار مثبت میکرد و یا اینکه شاه بایستی اصلاح میشد نه اینکه عوض میشد. کسانی مثل آقای مصداقی، آقای نیمان، میدونم الان اسم فامیلشون یادم رفته، قبلا طرفدار بسیار طرفاقص سازمان مجاهدین بودن، الان در رابطه با نمیدونم حتی شاید محمد رضا شاه شعر میگن ایشون. یغما میدونم، اسماعیل وفا یغما، اسماعیل وفا یغما. من برای ایشون یه نامه زدم، گفتم که شما وقتی که 40 سال پیش ما به شما میگفتیم که آقا نکنید این خمینی آدم کشی بیش نیست، در جا به اصطلاح گماشته اجنبی هست، نه آقا ایشون که امام ما هست، پدر ما هست، فلان ما هست، الان هم که 40 سال گذاشته و میگیم آقا جون حاج محمد رضا هم گماشته اجنبی بود و اینها هم گماشته اجنبی هستن، کار رو یک کفش کردن که نه آقا ما اشتباه کردیم، بایستی از اصلاحات دفاع میکردیم. آقا مردم ایران، ما بایستی متوجه بشیم از کودتای 1299 تا به حال فقط گماشته های اجنبی بر سر کار بودن و مادامی که این گماشته ها بر سر کار باشن و با این شعبه بازی ما رو گیر خود بندازن، آش هم نت کاسن. حالا در رابطه با مسئله بسیار مهمی که شما ابراز کردین و مسئله مهم هم کنه، مطلب هم همین است که چه باید کرد و خیلی هم می نویستن که آقا چه باید کرد و چه نباید کرد، ما همیشه گفتیم بزن و دیده نشد. ما برخورد با این رژیم رو سه قطعه کردیم. یک، میگیم که آقا جون تا اونجایی که میتونیم اون به اصطلاح جاهایی که به لحاظ اقتصادی جلوی دزدی اینها رو میگیره، صنعت نفت یکیش هست، صنایع سنگین یکیش هست که جلوی، چون اینها پول رو بین مردم ایران تقسیم نمیکنن، همچین وظیفه ای ندارن. وظیفه اینها این است که فرزند ایرانی در کنار دخلهای نفت پای پتی را بره. این حواستون باشه و یادمون باشه. بنابراین فرزند بلوچ، فرزند سیستان و بلوچستان، فرزند نمیدونم مسجد سلیمان، خوزستان، فارس و جاهایی که بسیار فقیرتر از مناطق دیگر ایران هستند پای پتی خواهند ماند مادامی که قدرت در دست نوکر اجنبی است. حالا چه باید کرد؟ ما در سه قطعه همیشه گفتیم بزن و دیده نشو، یعنی اون کسان جوانهای ما که میتونن بزنن و دیده نشن و دیده نشن، نه اینکه در سیاهی شب برن بیرون ولی نمیدونن دوربین مادون قرمز اینها رو ببینن، ولی که شناسایی کنن دشمن رو در مناطق مختلف، در جای جای مختلف دوربین ها رو بدونن دقیقاً کجا هست، اون دوربین ها رو بزنن. من یادم از زمان انقلاب 1357 در محل صحبت این بود که آقا از تاریک شب استفاده کنیم، خب چراغ ها رو همه روشن میکردن. ما یک روز تمام چراغ های به اصطلاح اون خیابان های اطراف رو همه رو زدیم و تاریک شب ایجاد کردیم. بعد متوجه شدیم که نخیر آقا اینها دوربین های به اصطلاح مادون قرمز استفاده میکنن و برای اون هم راه حل پیدا کردیم. بنابراین جوان های امروز هم بایستی دوزاریشون بیفته و اون کسانی که از خودشون قدرت دارن بایستی بزنن و دیده نشن و کاری کنن که آخوند نتونه به راحتی، نه تنها خود آخوند نتونه زندگی بکنه، بلکه خانواده و فرزندان اونها هم نتونن به راحتی
در بین اجتماع بگردن. بعد میرسیم به کسانی مثل معلمین و دیگران که اینها درخواست حقوق میکنن و اینها یک چیز سنفی است و باید از اینها دفاع کرد و اینها میان بیرون و اعتراض میکنن، اون بحثی نیست. ولی در درون اونها به اصطلاح مردم رو و جوانها رو کشیدن و به دام این به اصطلاح رژیم انداختند، در حقیقت آب و آسیاب نوکر اجنبی بودن است. اختلاف ما با سلطنت طلبه ها و اون نیروهایی که تا اتفاقی در درون ایران میفته همه میان بیرون میگن آقا بریزید بیرون، بریزید بیرون، بر سر همین مسئله است. من به محض اینکه به اصطلاح دوربین اون به صفحه اینستاگرام رو باز میکنم، چهار نفر مشخص، دو سلطنت طلب و دو سایبری رژیم، همه هجوم میارن و برنامه لایو میزنن. اینا مسائلی است که جنبش بایستی به اصطلاح خودش بدونه و میدونیم هم و این کار رو هم میکنیم و اصطلاح از اون راهی که بایستی حرکت کنیم حرکت میکنیم. اما یک هموطن نوشته بود که آی نساری شما که به اصطلاح میتونی بزنی بستان بزن، چرا خود ایران نبیده؟ من بارها این رو گفتم، مبارزه با این رژیم مبارزه یک قوم نیست، مبارزه یک نفر نیست، این مبارزه مبارزه مردمی هست، مبارزه آگاهانه هست، مبارزه خودساخته هایی هست که بتونن دشمن رو بشناسن و شناخت دشمن در این هسته ها اینها نماینده دیوانه هست. و هر زمان به اون جایی که رسید که ما در درون ایران بتونیم آزادانه حزب داشته باشیم، آزادانه بیان کنیم، آزادانه عمل بکنیم، اون زمان هست که میتونیم بگیم که آجون هر کسی هر جایی که هست بایستی برگرده و کانگره که میتونه از خودش مایه بگذاره. در غیر این صورت هر کسی هم که برمیگرده ایران که در توانش هست که بتونه برگرده ایران نبایستی دیده بشه، بایستی همواره بتونه بزنه، دیده نشه و بتونه از دوباره بزنه و این رژیم رو از کار بیفته. زنده و پیروز. اگر پرسشی هست بفرمایید تا ادامه بدیم. خیلی ممنون. من طبق معمول میخواستم سوال کنم چه باید کرد که شما پاسخ دادید، متشکرم. اینایی که میگن به ما بی احترامی شده به خاطر رئیسی، من میگم شما اصلا چرا انتظار داشتید که احترام بذارن چه به اون چه به ملت ایران الان تو این شرایط؟ شما نظرتون چیه مخصوصا در رابطه با این سفر رئیسی، اون پیشبازی که ازشون شد، اون نماز اونجا و این ماجراها؟ بله، ما اگر یاد شما دوره سربازی در ایران رفتید، بله، و اگر یادتون باشه سر صبحگاه که میشد همه سخت میبستید، مگه غیر از اینه؟ نه آفر. بقل دست گروهبانه ها چهار پنج تا تیمسار شاه میستادن، بعد یک گروهبان میرفت اون بالای توی بسیار جایگاه، تمام این تیمسارها و سرهنگ ها و افسرها جلوی این گروهبان رژه میرفتن. اینجوری بود؟ نه، معمولا رئیس چیز میرفت اونجا بسیار آفرین. سبونی که درجهش از هنگ بالاتر هست بل. اون باید باید میسته فرمانده لشکر یا فرمانده تیم در این رژه میرن، اون سان میرینه، اینها رژه میرن. حالا در حقیقت مسئله آقای رئیسی هم همین هست، ایشون نوچه آقای خامنه‌ای هست، خامنه‌ای نوکر روس و انگلیس هست، شکی در این ندارن، نوکر روس و انگلیس هست. بنابراین شما نمیتونید انتظار داشته باشید که تیمسار پشت میز نشسته که پوتین باشه، بعد یک گماشته ای رو فرستادن دمی در اومده پشت میز و این تیمسار جلو این راستی و بسرا بلند بشین و بشین و پلان بلند همچین چیز امکان داره؟ بنابراین اینی که احترام گذاشتن احترام نگذاشتن، ضمناً کل ثروت ایران رو اینها زیر دست دارن، نیازی ندارن که جلو این دولار راست بشن و بگن آقا جون اگر ما به این احترام بذاریم که به یک جای امکان برسیم. اینها خلیج دریای شمال رو که گرفتن از به اصطلاح این آخوندها، یعنی آخوندها دو دست این رو دادن. همان برنامه دارم از خود این آخوندها که اعلام کردن، در حقیقت یک ویدیو هست برای شما خواهم فرستاد که اعلام کردن که 50% این دریا مال ایران هست، ولی پشت سرش رفتن قرارداد نوشتن که آقا نمیدونم 10% 13%. من میگذارم از اون صحبت هایی که تیمسار رایان پور میکردن که نمیدونم ما از فراخت نمیتونستیم جلو بریم، زمان شاه هم همین بود، اون قراردادی بود که به اصطلاح پشت میزها که ما نمیدونستیم، یک مسائل بسیار مهمی هست. ببینید دولتی که قراردادها را از مردم و خودش پنهان میکنه،
اما اون قراردادها برای دیگانه و ارباب اجنبی روشن هست، این خصلت این دولت کاملا مشخص، خصلت این حکومت و رژیم در همین هست، از گماشتگیش هست، میترسه که دستش رو بکنه برای مردم و بگه مردم گماشته روس و انگلیس هست، اگر اعلام کنید که دیگه من و شما اینجا بحثی نداریم، اگر اعلام کنید که سلطنت طلبه دیگه مچ پای ما رو نمیگیره که یه مسئله روشن میشه و این درگیری ها با گرازی کردن ها دیگه نیاز نیست بشه. این یک مسئله دیگه مهم های توربین هست. ببینید امروز در غرب، حتی در چین شما حساب بکنید، سرعت اینترنت رو داره چند برابر میکنه. یعنی وقتی من شما میخوایم با هم صحبت کنیم، اگر تا دیروز نمیدونم ده ثانیه طول میکشیده که ما خط رو به هم دیگه وصل کنیم، امروز دو ثانیه طول میکشه. ولی برای اینکه علم و سرعت رو پیشرفت بدن، یک همچین به اصطلاح صنعتهای راه میگذارن. در ایران این دولت و این حکومت دست نشانده و گماشته اینترنت رو کندتر میکنه روز به روز. ببینید چقدر جالب هست، دنیا داره با سرعت به طرف علم و دانش صنعتهای جدید پیش میره و به قول بعضی ها انقلاب رنسانس نمیدونم بعدی صورت پذیرفته به خاطر این اینترنت و غیره، و این گماشته دستور داره که مطمئن شه مردم، اون مهمیز به اصطلاح حرکت مردم ایران رو در دست خودش گرفته و به عقب میکشه. اینها همه نشونه این هست که اینها گماشته ای بیش نیستند. ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو حساب بکنید، دانشگاه رو میبنده. حتی زمان شاه من یادمه، چون همسن هستیم، به اصطلاح دیپلم گرفته بودیم، من در البته دانشگاه در ایران قبول شده بودم ولی رشته‌ای که می‌خواستم نبود و مهندسی هم می‌گفتن من نمرت کم هست و فلان اینها، ولی اینجا دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کمبریج، من در امتحاناتش قبول شدم و اصلا همچین بحثایی نبود. بعد رسیدیم به یک به اصطلاح دانشگاهی رشته به خصوصی در قسمت برق و فناوری الکترونیک داشت که من تو اندازه علاقه داشتم و صحبت که میکردم میگفت که اینجا یک کالجی بوده 700 نفره و به دست و پول دولت شاه این تبدیل به یک دانشگاه 3000 نفره شده و 3000 مهندس تحویل دولت انگلیس بوده. حساب بکنید اون وقت ما توی ایران تو سر خودمون میزدیم که یک رشته مهندسی پیدا کنیم. بعد رشته مهندسی رو در داخل ایران طرف میرفت میگرفت، اون وقت میرفت توی اداره پشت کار میکرد. من یادمه یکی از دکترهای دانشگاه فکر میکنم پهلوی شیراز بود یا دانشگاه تهران یادم نمیاد، در یک مصاحبه من بودم و 5 تا لیسانسه دانشگاهی تهران و دانشگاه ملی و برای کاری بود که مربوط میشد به اطلاعات جهانگردی، من زبان انگلیسی رو خودم آموخته بودم، اونها هم خود آموخته بودن هم در دانشگاه تحصیل کرده بودن. وقتی در مقابل این دکتر نشستیم و ایشون سوال میشه که آقا تفاوت ایران با کش مثلا پادشاهی انگلیس چی هست، اینا نگاهی هم میکردن و جوابت نمیکردن حرف بزنن. بعد اول که انگلیسی رو متوجه نمیشدن، خب ایرادی نیست، بعد دانشگاه رفته بودن. بعد وقتی از اینها سوال میکرد به زبان فارسی هم نمیتونستن پاسخ بدن. من بنابراین گفتم معذرت میخوام، شما نمیدونید واقعا جریان چی هست یا میترسید پاسخ بدید؟ میگفتن نمیدونیم جریان چی هست. چرا؟ برای اینکه بیشتر بچه های شمال ایران بودن. ولی در جنوب ایران در حقیقت من توضیح دادم که آقا ما این همه اقوام در داخل ایران داریم، رژیم سرکوب کرده سرداران این اقوام رو و با سرکوب این سرداران اقوام به اصطلاح جایگاه اینها رو تغییر داده و اومده قانون اساسی رو هم تغییر داده و شاه ما اومده با ایجاد متمم قانون اساسی قدرت رو رسونده به دست خودش. تفاوت فاحشی داره مثلا با شاه بلژیک و یا نمیدونم ملکه انگلیس و غیره. این آقای دکتر اقبال گفت آفرین کار مال شما. خب حالا حساب بکنید وقتی که ما در سرزمین زندگی میکنیم که جوانهای ما علارغم 57 سال ادعا، البته من میدونم چرا، به خاطر این هست که اجنبی بر سر قدرت هست که ما تاریخ خودمون رو، حتی کسانی که در دانشگاه تحصیل کردن تاریخ خودشون رو نمیدونن. من که میدونستم به خاطر این هست که ریشم در افشاری هست. رسیدیم بر مسئله صحبت ریشه. ببینیم من بارها این رو گفتم، نام نیساری در انقلاب مشروطه
در حتی در کنون ما در زمانهای گوناگون نقش خودمون رو به عنوان یک از اصطلاح اقوام در ایران بازی کردیم، چه در انقلاب مشروطه که من پخش کردم در فیسبوکم که کی بودیم کی نبودیم، بارها هم از همون روز اول گفتم که ما در چهار نقطه ایران به اصطلاح استثنا گزیدیم به خاطر بویژه از زمان کریم خان و سپس انقلاب مشروطه، این رو اعلام کردم و ریشه ما یک ریشه قدیمی و کهن است. ولی ما ادعایی نداریم، اما رضا قلدر بزدل دفعه قبل هم گفتن یک دفعه سرزمینی و دهی به نام پاران در شمال ایران پیدا شده و الان هم مادر بزرگ پیدا کرده، ولی قولتون میگم از پدر و پدر بزرگیشون هیچ خبری نباشه، مگر این که اینها باز از دوباره یک دستبخت بیارن بیرون و یک چیز جدیدی ایجاد کنن و عکس به اصطلاح مری ایشون رو این بار در کره ماست و مریخ بشه. این است که ما مادامی که متوجه نشیم که ریشه درون ایران، مردم ریشه در درون ایران، صاحبان اصلی این سرزمین که هستن و در حال حاضر این به اصطلاح منابع ایران در دست چه کسانی گرفته شده و نوشته شده و رسمن داده شده که میشه روس و انگلیس و چین و هر سرمایه‌داری به ویژه آمریکا که جای انگلیس رو گرفته، ما مردم ایران به هیچ جا نخواهیم رسید. بعضی ها میگن آقا جون پس اگر اینجوری هست این همه راه و این همه نمیدونم قطار و این همه فلان اینها ساخته شده، من اینها رو رجوع میدم به هندوستان، اینها رو رجوع میدم به آفریقای جنوبی. برید نگاه کنید و ببینید که غرب تنها این نیست که بیاد نمیدونم بدزده و ببره. غرب نمیتونه بیاد از ایران بدزده بعد از شیراز که میخواد بره تهران با درشته و نمیدونم سوار خر بشه یا سوار قاطر بشه، هم هواپیما میخواد که بتونه راحت بره به کارش به دیگه کنه، هم خط آهن میخواد که البته نساخت، هم جاده میخواد که بتونه راحت شه به اصطلاح سفر کنه و بتونه به دزدی های خودش ادامه بده. بنابراین ما ایرانی ها و ببیش اونهایی که مدعی فریفتگی هستن، چند تاشون در حقیقت به خط شدن از زمان قبلی که من یادتون باشه منم و در برنامه شما شرکت کردم و گفتم من اینها رو به خط میکنم، چند نفر اینها در حقیقت از پس از اون در برنامه‌ای که تماشا کردم در حقیقت آدم شدن و دارن سعی میکنن که حقیقت رو اونجوری که هست بگن. مونده کسانی مثل آقای مصداقی و این آقای یغما نمیدونم هر چی که اسمشون هست اسماعیل وفا یغما، بله امیدواریم این دوستان هم آدم بشن. ولی که اینها هم ببینید آقای سوالی آدم یک بار به دنیا میاد و پدر بزرگ من این درس رو زمانی که من شاید بگم هنوز 7 سال هم نشده به من درس داد و گفت که انسان یک بار میمیره، مرد یک بار میمیره و اون کسی که میترسه بارها میمیره، اینی که حرفت رو بزن و کوتاه هم نگه. بله امیدوارم که اینها هم انسان بشن، آدم بشن و نشون بدن که فرهیختگی فقط در این نیست که پس تشکیل بکنن مسائل رو اشتباهن، بلکه بایستی بکنه مثل بکنه. بسیار ممنونم، من از شما ممنونم که وقت میذارید. از دوستانم خواهش میکنم اگر نظری دارن هم فیسبوک شما رو نشون دادم، هم با تلویزیون مردم میتونن تماس بگیرن، همین در صفحه فیسبوک که الان برنامه شما پخش شد میتونن اینجا نظر بدن. خیلی ممنون، برای شما و دوستان شما بهترین ها رو آرزو میکنم به امید فردایی بهتر. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید و با بهترین آرزوها. زندگی ممنونم. خب دوستان عزیز با آقای فرزاد نیساری بودیم. ببخشید اول برنامه چند دقیقه اسم ایشون اشتباه نوشته شده بود، ممنونم از آقای کردار که توضیح دادن و من درستش کردم. اینم دیگه از پیر چشمیه. دوستان همونجوری که در برنامه هم گفتم یک ویدیوی جدید داریم از آقای سهراب چمنارا که از امروز تا یک شنبه هفته آینده از تلویزیون مردم در پلیلیست روزی چند بار پخش میشه، نگاه کنید، روی فیسبوک هم گذاشتم. ولی از همه مهمتر به صفحه فیسبوک خود آقای چمنارا هم مراجعه کنید، سهراب چمنارا، اونجا با ایشون در تماس باشید، هم ویدیو رو تماشا کنید هم نظراتتون رو با ایشون در میون بگذارید. روز و روزگار بر شما خوش. یک دو دقیقه به من وقت بدید تا این سیستم رو از برنامه زنده به پلیلیست به اصطلاح تغییر بدم. مرسی، ممنونم.